جانم را گرفتی، جان پرشور جوانم را شکستی، هم قلم هم استخوانم را ندیدی، خشم سرخ ناگهانم را براندازم براندازم تو پایانی من آوازم آوازم من ایران را بخشت. درود بر شما بینندگان و شنوندگان محترم اسرائیل پارس تیوی. پنجشنبه دیگری از راه رسید و با مجموعه دیگری از برنامه میهن پرستان در خدمت آقای رضا احمدی عزیز در آلمان خواهیم بود. بله، برنامه میهن پرستان رو با ایشون ادامه میدیم. درود میفرستم به جناب آقای احمدی، خسته نباشین. درود بر شما جناب آقای احمدی عزیز. دوستان گرامی و درود بر همه بینشوان خوب در سراسر جهان و همکاران محترم شما. عجب دکور قشنگی زدید. بله بله دیگه، این آقای کامران هستن که سلیقه زیباشون هر بار یک جوری اینجا رو دکور میکنن. سپاسگزارم و خوشحالم از این که پنجشنبه دیگری رسید و باز میتونیم در خدمت شما باشیم جناب آقای احمدی و از دانش شما استفاده کنیم. عرض کنم که بریم سر اصل مطلب، اتفاقاتی که در این هفته در ایران افتاد که بعضیاش خیلی در این حالی که عجیب بود خیلی هم قابل تفکر هست، از جمله این که یک بیماری آنفولانزای عجیب و غریبی در منطقه مشهد، سیستان و بلوچستان پخش شده. این ویروس که میگن این ویروس تعداد زیادی رو از بین برده، تعداد زیادی رو مبتلا کرده، در این حد که روز یک شنبه تمام مدارس رو تعطیل اعلام کردن، گفتن حتی بچه ها مدرسه نیان به همین دلیل. بعد شایعاتی هست که اصلا داستان آنفولانزا کار خود جمهوری اسلامی است و امکان نداره که در یک بردی مثلا 4000 نفر در یک استان گرفتار یک بیماری بشن همه دست جمعی، و اصلا همچین چیزی امکان نداره از نظر پزشکی. خیلی‌ها دارن در این مورد صحبت میکنن. از طرف دیگه بعضیا میگن که سایت هسته‌ای نتنز دچار مشکل شده و حتی یک سوم این سایت رو تخلیه کرده جمهوری اسلامی، اما این خبر هرگز از رسانه‌های معتبر پخش نشده و یک شایعه هست که همه در موردش دارن حرف میزنن و میگن این بیماری هم که اومده و بوی بدی که بوی تعفنی که در این مناطق وجود داره به خاطر همین سایت نتنزه که ظاهرا مشکلی براش پیش اومده، نشتی داده. به هر حال نمیدونم عمدی یا غیر عمدی جمهوری اسلامی داره نه تنها که ایران رو نابود میکنه، بلکه ایرانیان رو داره یک نسل کشی عریض و طویلی رو انداخته که همه میترسن در موردش صحبت کنن. یعنی در کمتر رسانه‌ای میبینیم که به این موضوع اشاره بشه. نظر شما چیه؟ تا چه حد این صحبت‌ها واقعیت داره؟ تا چه حد میتونه شایعه باشه؟ بله، حضورتون عرض کنم که از روز نخست که اینا کشور ما رو اشغال کردن فقط به یه نیتی وارد ایران شدن، اونم کشتار ملت ایران و تخریب کامل ایران بود. حتی در محافل خودشون بارها اینو گفتن و که ما 37 میلیون جمعیت در سال 57 تحویل گرفتیم، اگه یه روزی روزگاری بخوان مردم ما رو بیرون کنن ما همون 37 میلیون رو تحویل میدیم و میریم. اینا برای عرض کنم تخریب و برای کشتار اومدن. سیل رو که فراموش نمیکنیم، زمین لرزه‌های مصنوعی رو که راه انداختن فراموش نکنیم، این بیماری هم که الان راه افتاده آنفولانزا، این رو هم طبیعیه هر کشوری فرض و فهمه در همین آلمان آنفولانزای خوکی اومد، ولی این داستانش یک کشور معتبریه، بلافاصله پیشگیری میشه، بلافاصله میرم ببینم از کجا اومده، چی بوده جریان، در همون نطفه خفش میکنم. و در مملکت ما خب طبیعی امکان داره یه بیماری بیاد از طریق مرزها وارد کشور بشه، اونم تو مملکتی که نه دیگه بهداشتی براش مونده، نه دیگه کسی
عرض کنم مواظب مرزها هست، ولی این اتفاقاتی که در ایران میفته هیچ کدومش حالت نرمال و طبیعی نداره. این که در نطنز اتفاقی افتاده که اون بوی بسیار گندی که تو اون منطقه پیچیده امکانش هست، این که خودشون این ویروس رو وارد کردن، مثل این که اومدن آمپول اید زدن در لردگان به مردم و یه روسای دیگه هم در سیستان و بلوچستان همین کار رو کردن. از اینا هر چی بگید بر میاد، بعید نیست. اینا اومدن برای سرکوب، و وقتی هم که میبینن مردم هر روز دارن فشار رو بیشتر میکنن، هر روز مردم دارن عرضم به حضور شما برای رفتن به سمت سقوط فرقه تبهکاران پیش میرن، خب طبیعیه اینا هم دست به کار نمیشینن، اینا هم بیکار نمیشینن، اینا هم دست به کار میشن و اقدام میکنن، مقابله به مصر میکنن، با هلیکوپتر میان میزنن، بیماری میارن، آمپول میزنن، یه روز میگن آنفولانزا اومده، یه روز فردا یه سری دیگه میگن. من بارها گفتم اگر ملت ایران نجنبن، اینا بد نقشه هایی دارن، هزار و یک نقشه و پدر سوخته بازی تو آستینشون هست، عواملشون هم که تو خارج از کشور نشستن و هر روز دارن عرض کنن با اینا همکاری میکنن و به این شکل فعلا داره میره جلو. اینا به دستور انگلیس اومدن برای کشتار ملت ایران و تخریب ایران، به دستور مستقیم دولت کثیف و جنایتکار انگلیس و پشت سرش هم روسیه. شک به این داستان نکنه. حالا دوستا برای من پیام فرستادن که آقا نخست وزیر انگلیس جانسون گفته که مردم ایران تظاهرات کردن فقط به خاطر بنزین نبوده، مشخص کل رژیم رو نشانه گرفتن. خب خواب نما شده دیگه، اینم مثل اینکه میخواد یه جوری بگه که به خداوندی خدا ما اصلا تو این بازی نیستیم. ما بچه که بودیم شیطنتی میکردیم، میزدیم شیشه مردم میشکستیم تو خیابونا، بعد همسایه تا میومد اولین کسی که شیشه رو شکسته بود که خود بنده بودم، اولین حرفی که میزدم بودم به خدا من نبودم، یعنی مشخص بود که بنده خودم بود. این حکایت کار انگلیس هاست که تا چوبو برمیداری میگه گربه دوز خودش رو میشناسه، بلافاصله میاد میگه که بله مردم بودن برای تظاهرات. اگه شما اینو اعتقاد دارید دیگه چرا موش و گربه بازی میکنید؟ شما جلو همون بنگاه لجن پراکنی بی بی سی رو بگیری، ما خودمون ایرانو درست میکنیم. من در خدمت. اتفاق دیگری که افتاد، ما این هفته میدونین که در ایران شروع کردن دارن نامنویسی میکنن برای مجلس شورای اسلامی و انتخاباتی که پیش رو دارن، و دیدیم که اینها جایزه هاشون رو از توی لپلوپ در آوردن. آقای خاتمی اصلاح طلب، چهره چی بگم آقای احمدی، دلم خونه. این آقای خاتمی، کهروبی، موسوی، همه در اومدن و یه صحبت‌هایی انداختن برای مردم که یعنی دلسوز مردم هستن. از اون ور آقای خاتمی گفته بود که مردم اومدن اعتراض کردن به بنزین و گرانی و رسانه‌های خارج از کشور و بیگانگان اومدن از این موضوع گل گرفتن، انگار که مردم برای براندازی اومده بودن، در حالی که اینطوری نبوده. از طرف دیگه کهروبی رو داشتیم که اومده صحبت کرده، گفته که مردم باید برن در انتخابات شرکت کنن، رأیاشون رو توی صندوق بندازن تا اینکه دولت آینده رو انتخاب کنن. یه جوری صحبت کرده انگار که تا حالا مردم انتخاب میکردن. این انتخابات نیست، همه ما میدونیم که انتصاباته. و از اون طرف هم میرحسین موسوی اومده و یه صحبتهایی کرده و خواسته که مردم رو فریب بده. چطوری آگاهی رسانی کنیم که به مردم ثابت کنیم سگ زرد برادر شغاله و هیچ کدوم از اینها فریادرس مردم نیستن، امتحاناتشون رو قبلا پس دادن، و اینکه مردم دوباره فریب نخورن و دوباره پای صندوق‌های رأی نرن، چه باید کرد؟ من به شما کاملا قول میدم 100% که ملت ایران از این جریانات عبور کرده. ملتی که تو خیابون میاد میگه اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، این ملت نه دنبال کروبی میره، نه دنبال موسوی میره، نه دنبال خاتمی میره. اولا اینا همشون مهرهای سوختن. این جمهوری احمق اشغالگر اسلامی اینقدر بیشعور تشریف دارن که اینا خیال میکنن که یه مهره ای رو که آوردن مثلا رو صفحه شطرنج، این مهره رو هنوز میتونن باهاش بازی کنن. خب یه مش روزخونن، یه مش بیشعورن. مهره سیاسی فقط یک بار به درد میخوره رو بازی شطرنج. شما با مهرهای سیاسی نمیتونید زیاد بازی کنید. موسوی مال یه دورانی بود که اینا موفق شدن، خیلی هم قشنگ باش بازی کردن، با جریان موسوی و کروبی. احمدی نژاد هم یه مهره بود، خاتمی هم یه مهره بود،
یه مهره بود، اون اکبر دوزده رفسنجانی هم یه مهره بود. اینا مهره هایی هستن که وقتی رو صفحه شطرنج میان ماموریتشون انجام میدن، میسوزن و میرن. اینا دیگه حضورتون عرض کنم مهره هایی نیستن که مردم بیان و باشون بازی کنن. نه، مردم از این مسائل عبور کردن. ترس من از داخل کشور نیست، چون آگاهی بالاست. ترس من از خارج از کشوری که مثلا امروز به من خبر میدن که این شهرام همایون، این شالاتان مأمور حرفه‌ای وزارت اطلاعات، یک مزدور واقعا حرفه‌ای، این بیشرف دزد کلاش که هر روز پرونده‌های دزدیش در لس آنجلس به دست ما داره میرسه، این بیشرف اومده میگه که مردم فقط شعار بدید زندانی سیاسی آزاد باید گردن، که بیاد انحراف بده در شعارهای جاوید شاه. خب دیگه اینا چجوری بیان ثابت کنن که مأموران؟ که البته این برنامه فردا شب در ایران آریایی من این موضوع رو کاملا بهش اشاره خواهم کرد که مردم حواسشون به این موضوع باشه. طبیعیه که ما باید بریم و کسانی، بچه‌هایی رو که گرفتن، آزادشون کنیم و براشون بجنگیم و براشون شعار بدیم. ولی این بیشرف شهرام و همایون و سایر اراذل و اوباش از این دسته، اینا منظورشون از زندانی سیاسی اون جوانایی نیستن که در ایران دستگیر شدن. اینا منظورشون موسوی و کروبی و دیگه همین اراذل و اوباشی که مال خود فرقه تبهکاران هستن. مشکل خارج از کشوره. شعبه اصلی فرقه تبهکاران که در اون دفتر طویل رهبریه، شعبه دوم این فرقه تبهکاران در لس آنجلس، اونجا رو باید خوش کن. ما اگر بتونیم لس آنجلس رو خوش بکنیم، جمهوری اسلامی رفتنیه. نه، مردم نه دنبال جریان انتصابات خواهند رفت. اون 4-5 باری هم اون روزای اولام که رفتن، بدون تعارف بهتون بگم، اولا نسل به این آگاهی نرسیده بود، دوما شرایط این اینترنت و این فضای مجازی تا این حد پیشرفت نکرده بود، تا این حد گسترش پیدا نکرده بود، و اینکه مردم نشناخته بودن کاملا، عرض کنم نه فرقه تبهکاران رو کاملا شناخته بودن، با بازیاش آشنا نبودن، و اینکه مهره هاشون در خارج از کشور مثل تلویزیونای خارج از کشور فارسی زبان رو آشنا نشدن. الان دیگه با افشاگریایی که به هر حال میهن پرستان از طریق این تلویزیون هایی که فعلا مکان هایی که در دست اون هست، با این افشاگری هایی که ماها کردیم، دیگه مردم کاملا واقف شدن که پس سرته اینا همه یک عرباسه و نماینده هاشون هم مثل میبودی و شهرام و همایون و دیگه علیزا نوریزاده و دیگران هم اینا تو خارج از کشور نشستن و بازیه. نه، مطمئنم من کاملا مطمئنم، هیچ نگرانی از این بابت ندارم. طبیعی است که هر از چنگا یه اشاره خیلی کوچیکی، نه مثل قدیم یه اشاره خیلی کوچیکی باید بکنیم، ولی من هیچ نگرانی از این موضوع ندارم، چون کاملا یقین دارم که مردم برای اینا ترم خورد نمی کنن و نمیدونم نمایندگانشون برن مجلس و چه و چه و چه. طبیعی که اینا میان اعلام میکنن، مثلا فرض فرمایید در انتخابات پرشور و عکسای 20 سال پیشو میان نشون میدن و 40 میلیون شرکت کردن، نماینده اول تهران مثلا 800 میلیون رای آورد، نماینده مثلا اول اصفهان 500 میلیون رای آورد، از این چرت و پرتا که همه میدونیم، ولی در نهایت خودشون هم میدونن پوشالی هستن و هر لحظه، من بازم اینجا خدمت شما عرض میکنم، هر لحظه با این وضعیتی که کشور ما داره میره جلو، باید منتظر یک درگیری خیلی خیلی متاسفانه خونینی در داخل کشور باشیم، با کمال تاسف، چون تمام راه ها رو برای مذاکره بستن و مردم هم دیگه عقب نشینی نمیکنن، اجازه اعتراض و اعتصابات هم نمیدن، به شدت سرکوب میکنن. دیدید که از بالای پشت بام ها، از بغل تو خیابونا، تو پیاده روها، از پشت درخت ها، از تو ماشینا، حتی از تو آمبولانس تیراندازی کردن، از پشت سر زدن 3-4000 نفر از بچهای مردم رو زدن کشتن، 12-13000 نفر رو عرض کنم بازداشت کردن، کلی زخمی کردن. خب اینا یه سرکوب همگانی بود، یه سرکوب تمام عیار بود که با تمام قدرت اونها سرکوب کردن. دنیا هم چشمشو بسته، یه چیزایی مثلا گوشه روزنامه هاشون می‌نویسن یا مثلا تو اخبارشون میگن که یعنی نگاه کنید ما داریم میگیم ما، ولی این گفتن بهتره که این در همین حد هم نگن. خیلی ازشون ممنونیم که در همین حد هم اینا نگن، ما خیلی خوشحال داریم. چون شما ملاحظه بفرمایید وقتی که در اون جریان مصر دیدید و که می‌خواستن حسنی مبارک و اون رئیس جمهور بسیار بسیار میهن پرست مصر رو که می‌خواستن عوضش بکنن، تو همون میدان تحریریه که در مصر چیز بود، به اصطلاح اونجا مرکز انقلابشون شده بود، در برای هر کدوم از مردم در قاهره یه دونه خبرنگار خارجی رفته بود. صبح تا شب شما تو همین آلمان تلویزیون رو روشن می‌کردید، داشتن راجع به مصر می‌گفتن. اینقدر گفتن که مجبور شد به هر حال یه جوری نشون دادن که بله حسن مبارک آدم بدی و دیکتاتوری و دزد و چه و چه و چه و چه و
حسنی مبارک رو بردن که اون بیشعور مرده که چی بود اسمش، مرسی بود چی بود، اونو برداشتن آوردنش که بیاد و یه جمهوری اسلامی اونجا را بندازه، که به هر حال شانس آوردن با بودن این جنرال نظامی، این انسان باشرف ارتشی، عرض کنم جنرال سیسی که اومد و با یه کودتا جلوی جمهوری شدن، به اصطلاح جمهوری اسلامی شدن مصر رو گرفت. خب من منظورم اینه که خب چرا دنیا اون موقع همه نشون میداد، چرا دنیا یه مرتبه تمام دوربیناش آورد رو صدام حسین، چرا دنیا یه همه دوربیناش آورد رو قذافی، چرا دنیا یه همه دوربیناش آورد رو مصر، چرا دنیا یه همه دوربیناش آورد رو تونس، اما چرا دنیا راجع به ما چیزی نمیگه، چرا چیزی نمیگه، چرا خفقون گرفتن؟ مگه مردم ایران دو هفته تو خیابونا تظاهرات نکردن؟ مگه مردم ایران تا مرز سقوط فرقه تبهکاران پیش نرفتن؟ چرا دنیا چیزی نمیگه؟ طبیعیه، به خاطر اینکه میخوان مال اموال ملت ایران رو بدزدن و اینها میخوان کشور ما رو به این بدن به دست یه مش دیوانه که دادن و مارکت بنوزن. ولی دیگه کول خوندن بچه‌ها دیگه، همه مردم ایران از دیر و جوان و زن و مرد و کوچیک و بزرگ و تهرونی و شهرستانی و شمالی و جنوبی و روستایی و شهری و همه دیگه متوجه شدن، همه متوجه شدن که اینا یه مش دزدن، یه مش سارقن، یه مش آدم کشتن، یه مش جنایتکارن، یه مش حقوق‌بازن، اینا اصلا ایرانی نیستن و تنها راهی هم که برای ملت باقی مونده سقوط این رژیم و بازگشت به دوران پیش از شورش 57. بله، چند روز پیش یه فایل تصویری در فضای مجازی در شبکه‌های اجتماعی پخش شد از آقای شهریاری مجری سابق صدا و سیمای جمهوری اسلامی که انداخترش بیرون، بعد اومد گفت که من یه پیشبینی کردم، پیشبینی گران شدن بنزینم درست عذاب در اومد، حالا پیشبینی کردم که به زودی زود دولت میره سراغ مالیات گرفتن از مردم و مالیات ها رو زیادتر میکنه، مالیات بر افزوده میگیره و مردم ایران یکی دو ماه آینده روزهای بسیار سختی رو تجربه خواهند کرد از نظر معیشتی و اقتصادی. تا چه حد فکر میکنین این پیشبینی درسته؟ یعنی گام بعدی جمهوری اسلامی دست کردن تو جیب مردم از طریق مالیات گرفتنه؟ اولا این رژیم 40 سال اسمش جمهوری جیبوریه، این رژیم 40 سال دستش تو جیب مردمه. این ابله هم که نشسته واسه خودش میگه من پیشگوام، اینا اولا همشون بی سوادن، همشون تیر خلاص زدن، همشون آدم لو دادن، اینا مخرن، از جلو صحنه میکشنشون کنار، بعد میارنشون جلو صحنه. شما میدونید، منم میدونم، هیچ کس جرئت نمیکنه تو جمهوری اسلامی بیاد بشینه، اونم تو اون پست و مقامی که داشته بیاد بشینه و بگه که من پیش بینی کردم بنزین و حالا پیش بینی میکنم دی ماه سختی داره. ببین همشون عوامل، گول اینا رو نخورید، تمام اینا مهره هستن برای گول زدن مردم. اینا اگه لازم باشه، این حاج آقا معین که هست میگه کفتر کاکل به سر، اونو برمی دارم میبرم وسط میدون 24 سال، میگم بیا این میکروفونم بگی دست، از اینجا بگو دلم میخواد به اصفهان برگردم و کفتر کاکل به سر باشو بیا و آی بین نماز صبح و عصرم استخاره کردم، خوب اومده، بد اومده، دولا بشین، راست بشین. اینا به خاطر حفظ این عرض کنم رژیم کثیفشون، گوگوش هم لازم بشه برم دارم میبرن توی تئاتر شهر. اصلا به حرفا اینا گوش نکنید. این که میاد این پیشنهاد میکنه، نه پیشگویی میکنه، خیلی غلط زیادی کرده. بر من دو سه روز پیش اومده بود یه همچین مزخرفاتی گفته بود اینا، و متاسفانه هنوز یه دست بچه های ما میگه آقا نگاه کنین اینم برگشت. نه، اینا هیچ کدومشون بر نمیگردن، نمیتونن برگردن، چون اینا تیر خلاص زدن، اینا آدم لو دادن، این شخصیت ناشخصیتی، اینا باید برگردوننش به 30 سال پیش 40 سال پیش که تو زندانا داشته تیر خلاص میزده، همسایه‌شو لو داده. اینا همشون اون مهر کثیف حزب اللهی تو پیشونشون خورده. ولی اینکه کشور هر روز داره میره به سمت روزهای بسیار تاریک و روزهای بسیار سخت، در این شکی نکنید. من خودم شخصا هر لحظه منتظر یک واقعی هستم که جهان رو تکون بده در کشور ما. کاملا این واضحه. ببینید، اگر یک مقداری ما بینش سیاسی داشته باشیم، حتما نباید سیاستمدار باشیم، حتما نباید به اندازه حضورتون عرض کنم یه خیاب یه شهر رفته باشیم کتاب خونده باشیم. نه، با همین تجربه 40 سالی که داریم، با یک بینش
سیاسی کاملا مشخص و واضحه که کشور داره به کدوم سمت و سو میره. گرسنگی عامل اصلی یک حرکت انقلابی در یک کشور. گرسنگی چرا به وجود میاد؟ فقر چرا به وجود میاد؟ به دلیل بیکاریه. وقتی که یک دولتی نتونه کار برای مردمش به وجود بیاره، اشتغال کار بکنه، خب طبیعتاً اون جامعه چی میشه؟ فقیر میشه. وقتی جامعه فقیر بشه، در اون جامعه بزهکاری‌های اجتماعی به وجود میاد. یعنی مردم میرن به سمت مواد فروشی، میرن به سمت جیببری، به سمت دزدی، به سمت کارهای به اصطلاح بزهکاری‌های اجتماعی، پول چیز برای قاچاق کنن، چاپ بکنن، دیگه نمیدونم همین کارهایی که چون بخاطر باز شکمشو سیر کنه دیگه. کنار خیابونا واسن دست فروشی بکنن، مملکت دیگه کارخونه نداره، کار تولیدی دیگه نداریم. کارمندایی که سر کار میرن خودشون نمیدونن برای چی میرن، برای چی میان، حقوقی که میگیرن کفاف زندگیشون رو نمیده. مردم مجبورن دو یا سه شغل داشته باشن. کارمند وقتی که یا معلم، دبیر وقتی که از محل کارش میاد، از دبیرستان، از مدرسه، از اداره بانک، از نمیدونم فلان وزارتخونه میاد بیرون، مجبوره با همون ماشین شخصیش تا خونش یه 4 ساعت 5 ساعت تو اون ترافیک کار بکنه، یه پولی اونجوری در بیاره. اگه نمیدونم طور دیگه میتونه به طور مختلف که الان میبینیم خیلی از کارمندای ما متاسفانه رشوه خوری و تریاک فروشی و چه و چه و چه و چه. خب این کشور طبیعیه این روند نمیتونه ادامه داشته باشه، نمیتونه بره جلو. در همین آلمان که البته من نمیخوام آلمانو با ایران مقایسه کنم، ولی از نظر اقتصادی یک مقایسه بسیار نرمالی است. در همین آلمان وقتی که دولت آلمان اعلام میکنه، به طور مثال عرض میکنم، ما در 6 ماهه اول سال 2019 4 ممیز مثلا 3 درصد بیکار داشتیم، اما در مثلا فرض بفرمایید 6 ماهه آخر سال این میزان بیکاری از 4 ماهه 3 مثلا شده 4 ماهه 7، یعنی 14 مثلا درصد. حالا شما مثلا بگو 1 درصد شده مثلا 5 و 3 1 درصد بیکاری رفته بالا. شما نمیدونید چه خبر میشه تو این پارلمان آلمان، در این مجلس آلمان وزیر کارو میارن، بعد میرن ببینن کدوم ایالت ها بیشتر اینا یا استان ها بیشتر بیکاری هست، دلیل بیکاری چی بوده، کارخونه بسته شده، رشد جمعیت در اون استان بیشتر شده، چه و چه. اینقدر میشینن بررسی میکنن، بعد میان 4-5 ماه بعد اعلام میکنن که ما موفق شدیم از اون 1% مثلا فرض بفرمایید 0.5% رو بیاریم پایین، تونستیم برای فرض بفرمایید 600,000 نفر 700,000 نفر کاریابی بکنیم و کاریابی پیدا میکنن. نه که مثلا بگن که اینا رفتن کنار خیابون دارن چغال بادون میفروشن، نه، میان به این کارخونه ها میگن که شما مثلا فرض بفرمایید فلان قسمت یه 5 نفر رو اضافه بیارید، حتی شده به صورت چیز کار کنن، به صورت کامل کار نکنن، به صورت مثلا فهم موقت کار کنن، چند ماه کار کنن، ولی اینا رو جذب کنن، چه و چه. یک تغییر و تحولی تو کشور داده میشه. این موضوع نه در آلمان، که در سراسر کشورهایی که میخوان به سمت رشد و به سمت ترقی برن هست، ولی شما ملاحظه بفهم تو ایران وزرای ما کیان، وزیر کار کیه؟ وزیر کار یه تیر خلاصم بود، وزیر بهداشت کی بوده؟ دوز بوده، تیر خلاصم بوده. اینا همشون در سال 57 کوکتل مولوتوف تو خونه مردم پرت میکردن، همشون به زنای ارتشی ها تجاوز کردن، همشون به زنای ساواکی ها تجاوز کردن، به زنای سناتور ها تجاوز کردن، ریختن تو خونه های مردم، شوهر مردم به جرم ساواکی بودن، به جرم ارتشی بودن کشتن، به زن مردم تجاوز کردن، بچه هاشون رو کشتن. محسن رضایی این بوده، اون یارو که میگه من وزیر، من فرمانده سپاه این بوده، اون فیروز آبادی این بوده، بچه های رفسنجانی، بچه خامنه، اینا همشون با پول دزدی و با صدقه بزرگ شدن، و اونم که سن و سالشون میرسیده مثل این شریعت مداری مال کیهان تهران، نه همشون با آدمکشی و با ترور و با پرتاب کوکتل مولوتوف تو خونه های مردم و حمله به پادگان ها و به کلانتری ها و چه و چه، و این عوامل دست به دست هم داده این کشور به این سو رسونده. حالا این ابله اومده میگه که من پیش بینی کردم بنزین بالا میره، حالا مثلا انگار چه چیز پروفسوریه. خب این چیز کاملا واضح و روشن بود که وقتی کشوری تحریم میشه، اون دولتی که مورد تحریم قرار گرفته اولین کاری که میکنه میاد دست میذاره رو مایحتاج عمومی مردم، قند، شکر، چایی، برنج، نان، عرض کنم بنزین، برق، آب، تلفن، اینترنت، این چیزایی که مردم چه دلشون بخواد، دارو، دوا، چیزایی که مردم چه دلشون بخواد چه دلشون نخواد صبح داشتن باش در ارتباطن. حالا بنزین گرون شد، فردا برق گرون میشه، پس فردا آب گرون میشه، پس اون فردا نمیدونم میان مالیات میگیرن، اصلا چرا تو خیابون با ماشین مثلا 50 کیلومتر رانندگی کردی، از 50 کیلومتر بالا باید مالیات بدی، بیمه ها رو بالا میبرن، چرا بالا میبرن؟ طبیعیه رژیم وقتی که میبینه کاسش خالی شده، صندوقش خالی شده، پول بعد از کجا بیاره؟ دیشب عرض کردم حتی دیگه اسکناسی هم که دارن بدون پشتوانه چاپ میکنن، خودشون، خود همین بچه
بیشورایی که فرستادن به عنوان دانشجوی حزب الله فرستادن خارج از کشور، خود اونا در حال اومدن دانشگاه درس خوندن دیگه، هر چی بیشور باشه ولی خوندن دیگه، اومدن میگن آها دیگه پولم که شما دارین چاپ میکنید بدون پشتوانه اینم دیگه جواب نمیده. اگر جواب میداد دلار 7 تومان امروز نمیرسید به مرز 13-14 هزار تومان. اون جواب نداده. این سیاست جمهوری اسلامی با شکست مواجه شده در تمام زمینه‌ها، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی. ولی موضوع اینه که اینا تشنه قدرتن، این شهوت قدرت اینا رو ول نمیکنه. اون علی شیری بیشرف که خیال میکنه یا ابو برش داشته مثل خمینی خیال میکنه که رهبر مستضعفین جهانه، این وقتی میاد اون بالکن اون طویله‌ای که بهش میگن بیت رهبری، میاد اونجا میبینه همه بهش تعظیم میکنن، این میتونه مدال بده، میتونه درجه بده، میتونه درجه بگیره، خل بکنه، این خیال میکنه مثلا جای محمد رضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ نشسته، در حالی که مثلا خاک زیر کفش عرضت هم نمیشه. خب این قدرتی که این رفته تو وجودش، ببینید بانو پریسا، قدرت خیلی شیرینه، کسی که بتونه دست از قدرت بشوره خیلی باید خودش از نظر شخصیتی انسان با قدرتی باشه. شما وقتی صاحب یه قدرت میشی اینو به راحتی نمیتونی بر... الان شما نگاه کن همین تلویزیونای لس آنجلسی دیگه کوس رسوایی اینا رو کی نزده دیگه؟ دیگه کیه که ندونه تلویزیون پارس در لس آنجلس میبودی و شجره و همشو، کیه که دیگه ندونه اینا یه مش مزدورن اونجا نشستن؟ کیه که دیگه ندونه اون کانال یک شهرام همایون همشون بدون استثنا که اونجا نشستن؟ کیه که دیگه اینا رو نشناسه؟ کیه که دیگه راجع به پرونده های اینا شما ببرید تو دور افتاده ترین روستا میگن آ کامبا با تلویزیون ها که همشون سرتاشون یه کرباسه. خب ولی این تشنه قدرت بوده، این عشق به این میکروفون، عشق به این دوربین اینا رو بل نمیکنه که هر جا میرن سری میپرن میرن تو جمعیت سخنرانی میکنن، میکروفون میگیرن، منم میکنن. جمهوری اسلامی هم همین حکایتو داره، کسی که بتونه دست از قدرت بشوید بکشد کنار اون انسان قابل احترامه، مثل رضا شاه بزرگ، مثل آریامهر بزرگ. ولی خمینی تا لحظه‌ای که گور به گور شد هنوز داشت فرمان قتل و جنایت میداد، تا لحظه‌ای که دیگه لال شده بود نمیتونه حرف بزنه. این اینا هم همینا، اینا اومدن دارن از جیب مردم ایران دزدی میکنن. چرا؟ چون کاسه خالی شده، صندوق خالی شده، نمیتونن جواب بدن. ولی سوال اینجاست تا کی میخوان این کارو بکنید؟ بنزینو گرون کردید، مردم اعتراض کردن، سرکوب کردید، فردا میخوان چیکار کنید؟ پس فردا میخوان چیکار کنید؟ اینا خیال کردن که موضوع فقط موضوع پرزیدنت ترامپه. ترامپ دو سال دیگه از کاخ ریاست جمهوری بره، اصلا شو فرض کن انتخاب نشه، دو سال دیگه بره تموم شد، دموکرات ها میان ما بخر مراد سواری. نه احمقا، موضوع اینطوری نباید بهش نگاه کنید. از نظر جامعه شناسی شما در یک برهه ای از زمان قرار گرفتین در اون مملکت که اون ملت دیگه شما رو نمیخواد. چند نسل رو شما سرکوب کردید، نمیخواد، جواب نمیده. حالا سرکوب کن، بکشید، آنفولانزا بیارید، نمیدونم زلزله بیارید، سیل بیارید، اصلا یه بمب اتم بزنید وسط ایران. خب با ماها که خارج از کشوری میخواد چیکار کنی؟ ما ولتون نمیکنیم. اینه من این که اینا که میان پیشگویی میکنن اینا غلط زیادی کردن، اینا همشون مامورین حرفه‌ای اطلاعاتی، مخصوصا همین حضرت علوم فنون شده که اومدن چین مزخرفاتی گفته، این یکی از اون حرفه‌ایاست. تمام برنامه‌های ضبط شده شو همه بچه‌ها تو آرشیو دارن، فراموش نمیکنیم که اینا چه آتشی سوزاندن در این 40 سال، ببیشی در این 20 سال اخیر. همین شخصی که اومد این مزخرفاتو گفت، بله، و بغداد مثل مهران مدیری و دیگران. بله اتفاقا چون مهره خودشونه، من گفتم که پیشا پیش اومده مردم رو آماده کنه برای اینکه منتظر فاجعه بعدی باشیم. در مورد آقای احمدی عزیز یه اشاره کردیم به تلویزیون ها. دوستان این روزها خیلی پستای جالبی می نویسن در فضای مجازی، خیلی ها می نویسن لطفا این تلویزیون های لس آنجلسی جمع کند، ما خودمون ایران رو آزاد می کنیم. یک نامه سازمان اطلاعات ایران، این نامه که علارغم این که نوشتن محرمانه یک جورایی لو رفته، و نکته‌ای که در این نامه بسیار جالبه اینه که یکی از تلویزیون‌های یوتیوب که اصلاً ایرانی هم نبوده، مربوط به آذربایجان بوده، یکی از سرشناسان در این تلویزیون می اومده و جمهوری اسلامی رو به چالش می‌کشیده و در مورد جمهوری اسلامی صحبت می‌کرده که حقوق بشر در ایران نقض میشه. خیلی جالبه که در این نامه محرمانه اومده که 3000
یورو بریزین به حساب این بنده خدا و ازش بخواین که دیگه در مورد این مسائل صحبت نکنه. بله، یعنی اینکه نشون میده که جمهوری اسلامی حسابی داره پول خرج میکنه توی رسانه ها برای اینکه براش مهمه که مثلا من اینکه اینجا نشستم صحبت نکنم. حالا اول پیشنهاد میدن که مثلا خانم فلانی، آقای فلانی، آقای احمدی صحبت نکن، اینقدر پول بهت میدیم، اگه شما با پول خریداری نشین یه بلای دیگه سرتون میارن، یه کاری میکنن که اصلا خودتون بذاریم برین. و این رو در طول این 40 سال دیدیم، خیلی از مبارزان بودن که یک جوری اصلا از صفحه محوشون کردن که خودشون استعفا بدن و برن. ولی اینو نگفتم که بخوام ترسی ایجاد کنم، بخوام بگم که اگه واقعا رسانه میهن پرستی پیدا میشه باید ازش حمایت بشه که قدرت مافیایی در جهان نتونه اون رسانه رو محو کنه و در عوض رسانه هایی که ملی مردمی نیستن مثل قارچ هر روز داریم میبینیم که سبز میشن، یه عالمه کانال های یوتیوب داریم، یه عالمه کانال های تلگرام داریم، کسانی که واقعا میان و مردم رو فقط گمراه میکنن. آقای احمدی، خبری دیروز منتشر شد در مورد پول هایی که در فرودگاه دبی از یک هواپیمای ایرانی گرفته شده بود که تعدادی از این آقازاده ها میخواستن مبالغی رو از ایران خارج کنن به اروپا ببرن. حالا چطوری از فرودگاه دبی سر در میارن مشخص نیست. فکر بکنی اینا همیشه این کار رو میکردن، پولاشون رو میبردن، یا الان در این برهه زمانی از ترس فروپاشی و فروریزیه که دارن پولهاشون رو خارج میکنن؟ بله، حضور شما عرض کنم، اولا در مورد اینکه اینا میخوان رسانه ها رو بخرن، این کار جدیدی نیست. شما میدونید، منم میدونم، ما دیگه بچه نیستیم. وقتی یه نامه از یه جایی میاد که روش نوشته محرمانه، یعنی چی محرمانه؟ محرمانه یعنی اینکه بنده و شما دو نفری داریم پای تلفن با هم گفتگو میکنیم، یعنی اگر این حرف لو بره یا شما لو دادی یا من لو دادم. این الان من و شما که دنج داریم با هم گفتگو میکنیم، این یه گفتگوی عمومیه، همه دارن میشنن و میبینن، ولی یه موقع هستش من در گوش شما با شما صحبت میکنم، وقت اگر این حرفی که من در گوش شما زدم لو بره، شما رفتی حرف من رو لو دادی. پس حرفی که یا حرفی که شما بزنی من برم بگم من رفتم لو دادم، حرفی که به عنوان محرمانه داره میاد بیرون، یعنی این که اینا خودشون اومدن این حرف رو بیرون دادن. چرا این کار کردن؟ دو دلیل. یک دلیل نخواستش اینه که کسایی مثل شهرام و همایون که برای پول شرف نداشتشم میده، بلافاصله چارنل زین کنه و بره لاس وگاس، یکی سامسونت بذارن جلوش پول بگیره ورده. اینا تهمت نیست، اینا واقعیته. مهندس شجره شاهد این جریانه، اسمم میارم که بدون ما میدونیم که میره و پول میگیره میاد و همین تبیلهی که بهش میگن کانال یک اینجا رو باز میکنه. این پول پول جمهوری اسلامی بود، برای همین هم از پاسدار آوردشون و غلصش، چون پاسدار اومد گفت ما پستیم و ما هستیم و فروز رو همین جریان همون براش درست کرد. این یک. یه عده‌ای هم هستن که میگن او جمهوری اسلامی یعنی اینو گفته، پس ما باید تعریف اون رو روشن کنیم، یعنی یا باید بریم خودمون رو بفروشیم یا باید چیکار کنیم، یا باید عقب نشینی بکنیم بریم کنار. خب یه دم عقب نشینی میکنن از ترسشون، یعنی حاضر نیستن اون پولو بگیرن ولی میترسن میکشن عقب. اما من باید به جمهوری اشغالگر اسلامی این پیام رو بدم، ماهایی که ایستادیم تا پای جونمون، یعنی من یکی، حالا اینجا من نمیگم ما، من خودم میگم، من یکی تا پای جونم ایستادم برای آزادی ایران و بازگشت نظام برحق و انسانی شاهنشاهی، چون معتقدم اگر پادشاهی به کشور من، به پادشاهی اعلیحضرت سیروس رضاشاه دوم پهلوی سوم باز نگردد، ایران آزاد نمیشه ولو اینکه جمهوری اسلامی هم بره. بنابراین این که تکلیف بچهای میهن‌پرست، بچهایی که شجاع هستن و ایستادن سینه سپر کردن، تکلیفشون روشنه. اما در مورد مسئله دومی که فرمودید، این بار اولشون نیست. مگه یادتون رفته جریان اون چند تا کامیون طلایی که رفت ترکیه همه را هپولی کردن؟ من یادم میاد روزایی که اومد بودم آلمان، یه چیزی حدود 7-8 ماه، هنوز یه سال نشده بود، در همین آلمان در فرانکفورت یه چمدون اصطلاح ساک دستی پر از مارک آلمان،
اون موقع اگر اشتباه نکنم صحبت بر سر 500 هزار مارک آلمان بود، کم رقمی نیست ها، یه چیزی فرض بفرمایید اون موقع میشد حدود 240 هزار دلار گرفتن. و بعد اسم یارو هم مثلا گفتن که مثلا فرض بفرمایید حسن ب مثلا، یه همچین چیزی یادم نمیاد گرفتن، بعد هیچی، فقط همین یه تیکر رو نوشتن و تموم شد. یا مثلا تریاکی که گرفتن از صادق طباطبایی که بعد گفتن این دیپلمات و اون هاینس ترگنشر وزیر امور خارجه بود، اون دستور آزادیشو داد، گفتن از نظر به خاطر مسائل دیپلماسی و نمیدونم این دیپلمات و چه و چه و یه مادم کشیدن بیرون از توی چیز، از تو قانون به عنوان امنیت ملی، که یعنی خفه شید و دیگه هیچ کس هم راجعش صحبت نکنه، مثل قتل فریدون فرخزاد که گفتن پرونده مسدود شد و کسی ما پیدا نکردیم چه و چه. اینا از این پولا زیاد رد کردن. اگر بعضی موقع میبینید لو میره، نه اینکه پلیس دبی خیلی زرنگ بوده این پولو گرفته، نه اینکه مثلا دولت ترکیه زرنگ بوده اون طلا رو گرفته، نه، دعوای مافیاها تو تهرانه. یعنی خاندان رفسنجانی که دارن پول میدزدن، خاندان علی خامنه ای در خاندان رفسنجانی آدم دارن، این آدما میرن لو میدن، میگن آقا اینا قرار فردا شب مثلا اینقدر پول از ایران رد بکنن، یا مثلا طلا رد بکنن، یا لا هر چی آدم باید رد بکنه. اینا تو خودشون آدم دارن، این مافیاها تو خودشون چیز دارن، جاسوس دارن. اونی که میره لو میده میگه آقا اینا قراره مثلا فردا شب مثلا فرض بفرمایید 100 میلیون 50 میلیون 200 میلیارد هر چی اینا رو میخوان چیز کنن، اینا رو میخوان از ایران رد بکنن. اونایی که زنگ میزنن میگن آقا هواپیمای فلانی داره میاد، شخص اون یارو که داره میاد ساکش اونطوریه، این قراره مثلا با خودش 100 میلیون دلار بیاره ساکشو بگیره. نه اینکه اونا زن. چون شما ملاحظه بفرمایید کسی که اونم پول رو رد میکنه از مملکت، خب اول شما بدونید که این چقدر چیز داشته، این چقدر امکانات داشته که موفق شده از توی فرودگاه این پول رد بکنه. لواشک با خودش نمیخواست حمل و نقل بکنه، شما نمیتونید 2 کیلو لواشک اینطور به این راحتی بیاری، شما نمیتونید 10 کیلو برنجو برداری بیاری بیرون، شما نمیتونید فرض بفهمید مثلا 10,000 دلار بذاری تو جیب برداری بیاری بیرون، اینجوری هم که نیست، اونم تو اون ویله و تو اون جمهوری اشغالگر اسلامی تو اون فرودگاه با تمام اون بگیر و ببندی که اونا دارن که از حبخان رستم بعد رد چی، بعد به همین راحتی یه معموله پر از پول رد بشه، مثلا یکیشو تو عراق بگیرن در چمدونا رو وا کنن، یا آقا نگاه کن چقدر دلار آوردن، یکیش اینطوری تو دبی لو بره. نه، اینا جنگای خود مافیایی جمهوری اسلامیه که اینا با هم درگیری بینشون به وجود میاد و این درگیری ها باعث میشه که حضورتون عرض کنم چیز بشه، اینا لو بره. و تکلیف این پولا چی میشه آقای احمدی؟ یعنی ملت ایران میتونن بعد از براندازی این پولها رو برگردونن به خزانه دولت؟ اگر دولت شاهنشاهی باشه، دولت مقتدری باشه، تا قرون آخرشو پس میگیریم، همون طلاها رو میگیریم، هم دریای مازندران رو میگیریم، هم دریای پارس رو میگیریم، هم تنگر رو میگیریم، هم تمام جزیره ها رو میگیریم، هم حقمون رو میگیریم، یه تو دهنی هم بهشون میزنیم، تو کشیدن بهشون میزنیم. اگر قرار باشه جمهوری شهرام و همایون و جمهوری علیرضا نوریزاده و علیرضا میبودی و جمهوری اکبر گنجی و جمهوری موسوی و کروبی و حسن شریعت مداری و اسماعیل نوری علاب و دیگه برام شطور و وزق و این عرازل و اوباش میان پولاری که پس نمیگیریم هیچی تایی جیبمونم باید خالی کنیم بهشون بده. بله، عرض کنم این هفته آقای خامنه ای خودش اعتراف کرده بوده که این تیراندازی ها به دستور اون انجام شده و بعد گفته بوده که یه عده هم بیگناه کشته شدن که ما بهشون نام شهید میدیم و دیه هم به خانوادهشون پرداخت میکنیم. تا چه حد صحت داره؟ یعنی آقای خامنه ای واقعا میاد دیه پرداخت میکنه، حدود 17-18 نفر نوجوان فقط کشته شده، کسانی که هنوز به سن 18 سالگی هم نرسیده بودن، یعنی واقعا اینا میان پول پرداخت میکنن، پول دیه میدن به خانواده ها. خاطرتون هست که بچه های مردم رو گرفته بودن از بالای پشت بان توی اون جریان دانشجویی، میگفتن یا زهرا یا حسین، بچه های مردم و دانشجوی مردم توی خوابگاه توی امیرآباد از بالای خوابگاه مینداختن زمین، یکی از این بچه ها حالا اینم چوب خورد تو سرش، از اون بالا انداختنش، به هر حال کور شد، یه چشش از دست داد، چیکارش کردن؟ رفت پیش علی شیره، یه دست کشید رو سرش و گفتش که اب نداره، یه چش که قابل نیست، قابل اسلام نیست، یکی مثلا چشم گاوه، اینا سوار هواپیما بشو برو مکه و بیا. فرستادنش مکه، یارو با یه چش رفت پیش خانه خدا، خانه خدا رو یه چشم زیارت کرد و برگشت اومد. اینا رو هم که الان زدن کشتن همینه، خیلی میکنم مثلا چی بهشون میدم، مثلا میره دم خونه یارو ببینن خیلی سر صداش در اومده، اولا نگاه میکنم ببینن
وضع کدومشون اصلا از نظر مالی بدتره، مثلا 4 تا لاستیک یخ شکن بهشون بدن، نمیدونم یه کوپن بهشون بدن، مثلا شما 3 ماه برو از فروشگاه سپاه برنج و روغن بگیر و هر گزاله، در این حد که من حتی فکر نمیکنم اینا این کارام بکنه. اینم که میگم ما میخوان پول خونشون رو بدیم، میخوام پول خونا رو پخش کنم بین حزب الله یا و پاسدارا و بسیجیا، الکی هم ما که نمیدونیم که مثلا لباس شخصی که ما نمیشوسیم، که میگم مثلا این خانواده مثلا ذوالفقاری مثلا فرد بفهم حالا این چیزه، این بله این بچهش الکی تیر خورده، تیر می‌خواد بره بخوره به اشرار، یهو وسط راه زده رو ترمز اومده خورده به این، ما میخوایم به این چیز بدیم مثلا 1 میلیون تومان پول، چرت و پرت اینا. نه به هیچ چی اینا باور نکن. اگر علی شیره همین الان اومد گفت که ساعت 8:45 به وقت آلمان هست، مطمئن باشید الان ساعت 8:45 بعد از ظهر، مطمئن باشید. به هیچ چی اینا اعتماد نکن، اینا از صد اسلام همشون دروغگو. اون یارو مرد که محمد راهزن، اون راهزن بود، دوز بود که رفت تو غار، اون یکی اومده به من گفته که چیزه اقرا و اسم رب که بخوان به نام خدای کعبه، لعنت به پدر و مادر آدم، هر چه آدم دروغگو. اون یکی که گفت من سرمو زدن، تعمو زدن اونجا تو کوفه زدن، اون یکی گفت تو کربلا زدن، همه چرت و پرته. اینا ببینید اینا برآمده از یک ایدئولوژی دروغن، از یک ایدئولوژی. شب محمد رازن فرار کرد، علی چاقوکش رفت جاش گرفت خوابید، یارو اومدن محمد ترور کنن رفت، بعد فرار کرد از مکه رفت به مدینه، بعد این شو تاریخ چیز تاریخ اسلام. بعد من باید بیام بگم که 1400 مثلا 27 ذیقعده هجری قمری، از یه دهات به یه دهات دیگه رفته، این شده تاریخ. بعد من این بعد بشه تاریخ من، بعد من 2500 سالی که تاریخ من میشه تاریخ شاهنشاهی، بعد بیان به شاهنشاه آریامه توهین بکنن که آقا به تاریخ اسلام داره توهین میشه. اینا فقط برنامه‌شون همینه، نه اینا دلشون به حال مردم. شما خواهم که علی شیره دلش به حال مردم سوخته، مردم زدن کشتن، بعد بره به یارو بگه که خیلی اسکیموزی ما زدیم بچه رو کشتیم بیا واسه 100 میلیون تومان بگیری. نه اینا همه بازی خودشونه، همش بازی خودشونه. به هیچ چیه اینا اعتماد نکنید. ببین یه چیز ساده من حضورتون عرض کنم، این جوان ها اینو گوش کنم، اینا اگر لازم باشه که این کارو کردن، که این کارو کردن، اینا قبله رو عوض میکنن. یعنی میگن آها دیگه از فردا نرید وایسین جلو اون یارو چیز اتاق ازش بهش میگن اونجا خدا بوده، خونه خدا از چیه اینا توش همه بت بود، لازم باشه از فردا اعلام میکنن که تشیع دیگه روبرو اون یارو خونه ما نسه نماز بخونه، مثلا واسه روبرو خونه مثلا زهرا خانم نماز بخونه، هر کس ببینه خونه همسایه بس نماز بخونه، قبلت خونه همسایه. اینا به هیچیشون اعتماد نکنید، همشون دروغو و قماز و شالاتن. بله یک خبری که خیلی امروز در موردش صحبت میشه در فضای مجازی این بود که برادرزاده آوایی کاندید شده برای انتخابات بریتانیا. بله این آقای آوایی تلویزیون منوتو اومده باش مصاحبه کرده، بعد نکته که خیلی جالبه این آقا میگه که من نمیدونم، که ازش سوال میکنن میگن که در ایران شما فامیلاتون سیاستمدارن، اینا میگه که فکر کنم نمیدونم ولی فکر میکنم. بعد میگن که کی میگه عمو، حالا این بنده خدا باباشم نماینده ولی وقیه جمهوری اسلامیه. بریم با هم این صحبت های این بند خدا رو با هم بشنویم، بعد میخوام که نظر شما رو آقای احمدی در این مورد بدونم. شاید تمامی دولت های خاورمیانه ما سعی میکنیم از نفوذی که داریم، نفوذ سیاسی که داریم استفاده مثبت بکنیم و دولت ها رو، دولت های خاورمیانه رو به موازه لیبرال نزدیکتر کنیم. برای من در خانوادم فعالیت سیاسی زیادی داشتم در جناح‌های مختلف، حالا در ایران که بودن، در خود ایران فامیلای دارم که کار سیاسی میکنن، در فرانسه فامیلای دارم که کار سیاسی میکنن. و میشه بگید مشخصا چی کار میکنن؟ خب من مثلا دیگه از خود فامیلام توی ایران فکر کنم وزیر هستن. الان هستن یعنی یا وزیر سابقن؟ بله. میتونیم بگین کی هستن؟ وزیر دادگستری ایران هستن. رابطهشون با شما چیه؟ فکر کنم عموم هستن. حالا در چیز مسائل خانوادگی شاید حمایت سیاسی از من نبوده، ولی خب روابط خانوادگی
بله متوجه شد. اینجا آقای احمدی میگه فکر کنم که عموم هستن، این جریان چیه به نظر شما؟ ما یه دوستی داشتیم رفته بودیم بندر پهلوی، حضور شما عرض کنم، بازی داشتیم فوتبال، بعد اومدیم رفتیم کنار دریام وایسیم اوزون برون بخونیم، اوزون برون قاچاق تو مملکت خودمون، ماهی مملکت خودمون داشتیم قاچاق می‌خوردیم. این رفیق ما اسمش هم پرویز بود، روبروی دریا وایساده بود، خیلی رفته بود تو فکر. من فکر کردم غمگین ناراحت از اینکه ما شکست خوردیم در بندر پهلوی، ازش پرسیدم که چرا پرویز چیه، چرا ناراحتی؟ خیلی هم تو فکر بود. گفت در نظر دارم عاشق بشم. گفتم چی بشی؟ گفت در نظر دارم عاشق بشم. گفتم آها خیلی خوب، پس هم تو رو به رو دریا رو نگاه کن. داشت فکر میکرد که میخواد یه روزی عاشق بشه. این آقازاده لجنزاده که داشت صحبت میکرد ازش داره میپرسه، میگه که شما فکرامتون چیکار؟ میگه فکر میکنم یکیشون وزیره، فکر میکنم عموم باشه، فکر میکنم که اصلا من شدیدن دارم دروغ میگم. اینا یه مش دوستن، یه مش دروغگو هن، یه مش عقبازن. این هم یه پرده جدیده که حالا میخوان بچه های لندن رو بکشن توی بازی دیگه. خیر، بچه ها تو لندن کار خودشو میکردن، فریاد های جاوید شاه سفارت اشغالگر اسلامی رو لرزون، عکس های اعلیحضرت رو چسبوندن به در دیوار کنسولگری و سفارت و پرچمشون رو کشیدن پایین و سفارت هم میخواستن اشغال بکنن. عرض کنم که خب پلیس نذاشت. بگذاریم، اینا همش داستانه. من از همینجا اعلام میکنم جمهوری اسلامی رفتی تو، تموم شد کاره، کاره تموم شد تو. خدام دیگه نه انگلیس، نه حزب دموکرات امریکا، نه روسیه، نه آلمان، نه فرانسه، نه ایتالیا، نه هیچ کس، نه چپ جهان، نه چین، هیچ کس دیگه نمیتونه تو رو نگه داره. تموم شد کاره. شما به بنبست، شما 5 6 سال پیش کارتون تموم شده بود. اون موقعی که بچه‌ها اومدن تو خیابونا و فریاد زدن ما آریایی هستیم، عرب نمیپرستیم، اون موقع کارتون تموم بود. منتهای مراتب با کمال تأسف به دو دلیلی که دلیل اصلی و اساسیش حمایت دولت امریکا و سراسر اروپا و جهان از شماها بود که سرکوب شدیدی کردی در دوران حاج حسین اوباما، و دلیل دومش بازم با کمال تأسف این بود که هنوز مردم ایران نسبت به امروز به این درجه از آگاهی سیاسی نرسیده بودن. هیچ وقت در تاریخ ایران، کلن در تاریخ ایران، یعنی از اون موقعی که شما میتونید تاریخ رو نه به صورت نقل قول، به صورت مکتوب در دست ما باشه، میتونم بگم خیلی دیگه بخوایم حالا به صورت دقیق بخوایم بگیم از دوران صفویه به صورت دقیق بخوایم بگیم، تا به این لحظه هیچ نسلی اینقدر فهمیده و سیاسی نبوده. اینو من با قدرت به شما میگم. خیلی بچه‌ها آگاه شدن، خیلی بچه‌ها دقیق شدن نسبت به مسائل، نسبت به گفتار، نسبت به کردار همه کسانی که میان و در به اصطلاح تلویزیون‌ها، رادیوها گفتگو میکنن. یه نکته‌هایی رو این بچه‌ها میرن برای من ضبط میکنن از این تلویزیون‌های فارسی زبان، هر کدومشون، حالا فرق نمی‌کنه چه کدوم، صدای آمریکا باشه، بی بی سی باشه، من و تو باشه، فرق نمی‌کنه، یه تیکه‌ای رو از اینا ضبط میکنن برای من میارن و چقدر قشنگ اینو ثابت میکنن که مثلا یه از این دخترای توی چیز، توی این بنگاه لجنفرگی بی بی سی، نمیدونم اسمش هم یادم رفت، چه قیافه قرازه ای هم داره بنده خدا، این همشون قرازن، این دیگه سوپر قرازه بود بیچاره. پرچم جمهوری اسلامی رو گرفته تو دستش تو خونه خودش. دیگه شما تصور بکنید من همین الان اینجا که نشستم، مثلا میگم جام جهانی، همین آخرین جامی که در روسیه بود، بعد منم نشستم فوتبال جمهوری اسلامی رو نگاه میکنم که خدا رو شکر من هیچ وقت این کارا رو نکردم، چون اصلا اعتقاد ندارم اینا تیم ملی فوتبال، اصلا با تمام علاقه که به فوتبال داره. اما تصور کنید من تو خونه خودم نشستم، من رضا احمدی دارم فوتبال جمهوری اسلامی، تیم جمهوری اسلامی رو میبینم، بعد پرچم جمهوری اسلامی رو گرفتم تو دستم، تو خونه خودم دارم عکس میگیرم، حالا یا ازم عکس میگیرن یا خودم برها عکس گرفتم، این معناش یعنی چی؟ من تو خونه خودم پرچم جمهوری اسلامی داشته باشم، این معناش یعنی چی؟ کارمند گوینده بنگاه لجنپراکنی بی بی سی، این زنه پرچم جمهوری اسلامی گرفته دستش، وایساده تو خونهش، حالا عکس ازش گرفتن، خودش عکس داده، برها عکسش پخش شده، این تیکر رو بچه‌ها گرفتن ضبط کرد پخش کردن که آقای احمدی ببینی شما وقتی میگید اینا همه مامورا گفتن، بهتون که دارم میگم، حالا این باز دمش گرم اومده موضوع رو علنی کرده. یکی دیگه از کارمندان بنگاه لجنپراکنی بی بی سی
رفته تو لندن، تو سفارت جمهوری اسلامی تو لندن یه پسر است. اتفاقا شبیه همین برازه در بداغون هم بود الان نشونش دادی. رفته داره رأی میده تو ریاست جمهوری به حسن روحانی داره رأی میده. اینم تلویزیون بی بی سی. صدای امریکا هم همینه، همون که میشینه میگه نمیدونم فلاحتیه کیه، اونم همینه. اون یه توده‌ایه، یه توده‌ای شناخته شده است، یکی از کسانی که از اون دشمنان قسم خورده پهلویه که به علازت هم اتفاقا این افتخار رو داشت رفت گفته بود کرد مرده که بیادب و اوندک و پوزه بسیارم. این یه جانور خیلی خیلی خطرناکی هم هست. بعد چیزشون مدیرشون ستاره درخشش و بقیهشون، شما یک دونه آدم حسابی رو به من بگید بگید تو این رادیو تلویزیون ها باشه، یه دونه شون از مدیرش تا کارمندش تا آبدارچیش. چرا یکی دو نفر توی اون صدای امریکا گذاشتن اومدن بیرون؟ تعامل نکردن، دیدن بابا اینجا اصلا کاری نمیتونی بکنی، یه سری نوشته میزنن جلوت میگن به یه حرفا رو بزن. خلاص فهمیدی؟ بنابراین این از مسائلی که اینا میان از این طرف اون طرف عنوان میکنن. خیر، اینا باید بدونن کارشون تمومه، تمومه کارشون، ولی هر چی بیشتر بمونن تاوان سنگین تری باید بدن. ملت ایران تاوانشو داده. ببینید ما شدیم مثل یه بوکسوری که اینقدر دیگه مش خوردیم دیگه مشتای بدی رو نمیفهمیم، حسی دیگه نداریم. الان ما 100 هزار تا کشته دادیم، شما حسابشو بکن بشه 150 هزار تا کشته. یه ملتی داغداره، حالا 50 هزار تا کشته دیگه بذار روش. یه ملتی بی خونمان شده، استانهای کشور ما در به داغون شدن. حالا تو مثلا فرض بفرمایید، مثلا میگم به طور مثال، حالا استان مازندران فقط سالم بوده، خب اونجا هم داغون بشه، خراسان هم داغون بشه. وقتی که نصف مملکت داغون شده، حالا با یه استان داغون شدن یا داغون نشدن چه چیزی تفاوت میکنه؟ ما قرار بوده که اینطوری آواره نشیم. به قول زنده یاد پدرم میگفتش که من حاضرم 100 تومن بدم بچه‌م یه شب بیرون نخوابه. وقتی یه شب بیرون خوابید، خب دیگه خوابید دیگه. ما قرار بوده آواره نشیم، قرار بوده این بلاها به سرمون نیاد، قرار بوده نیم کشورهایی که تا دیروز حمله میکردن تو ایران مثل همین آلمانیا برای ما بیم که پناهنده بشیم، ایرانی بره نروژ، بره سوئد، بره فنلاند پناهنده بشه. حالا که آواره شدیم، حالا دیگه وایسادیم، دیگه ایستادیم. این بارم فقط نه با شما آخوندا، ما شما رو از ریشه میخوان بکنیم. اینا خیال میکنن که موضوع رو میخوان چیز کنن، عوضش کنن. واسه همین این شهرام و همایون و اون میبودی و این موریزاده اینا همش میگن آقا به دین مردم کار نداشته باشون. اتفاقا به کوری چشمتون. ما تمام دردمون آخوند نیست. آخوند کسی نیست. یه ویدیو پخش شد از عراق، دیدید آخوندا چجوری داشتن فرار میکردن؟ اگه همکار شما داشت نشون اینو داشته باشه نشون بده، خیلی جالبه. ببینید آخوندا چجوری گله‌ای دارن فرار میکنن توی چیز از خشم مردم. ما مشکلمون آخوند نیست، مشکل ما اسلامه. ما ریشه اسلام رو میخوایم بکنیم. خیلی راحت بهتون بگم، این که نشستن در خارج از کشور تعارف میکنن، بعضی هم از اینا میان از داخل کشور میان رو خط از این بسیجی ها و نیروهای امنیتی رژیم که آقا تو رو خدا ما هم به خدا خودمون مخالف رژیمی، ولی با دین ما کاری نداشته باش، ما عاشق مولاییم. وقتی که رژیم عوض شد، واقعا بهت نشون میدم ملت ایران چند درصدش عاشق مولای. اگر شما یه دونه دیگه از این آثار اسلامی رو در ایران دیدی، در حالی که من دادم بهشون میگم بچه نکنید و تخریب نکنید، ولی کسی دیگه واسه حرف ما تره خورده میکنه. اساس کار از بنیاد داره عوض میشه. انگلیس اینو میدونه که جلوی سقوط فرقه تبهکارانو گرفته. حزب دموکرات امریکا اینو میدونه که هر روز داره یه بامبولی در میاره تو کاخ سفید و توی اورشلیم. اینا اینو میدونن، اینا میدونن که اگر جمهوری اسلامی بره اسلام از بین میره. انگلیس میدونه اسلام وقتی تو ایران از بین بره، یعنی اسلام تو منطقه از بین میره، چون این ایرانیا بودن تو منطقه که همیشه خط تو دادن به منطقه. ما بودیم که انقلاب مشروطیت کردیم، ما بودیم به این اعراب فهموندیم که حکومت داری یعنی چی، حکومت کردن یعنی چی، معنای پادشاه یعنی چی، مجلس یعنی چی، مدل لباس یعنی چی، طرز پوشش و خوردن و نوشیدن یعنی چی. ما به اینا فرهنگ یاد دادیم. اینا که فرهنگ ندارن که، عرب فرهنگ نداره که، این توهین نیست. عرب فرهنگ نداره، اینا بدوی هن، بادیه نشین هن، بیابانگردن. آره چهار تا ساختمون تو دبی و تو کویت و تو نمیدونم ابوظبی و منامه و اون نمیدونم دوحه و مسقط و این برنامه چهار تا ساختمون مثل چنار بردن بالا، این دلیل نیست که فرهنگ رفته بالا. خب خیلی هم هستن تو ایران الان از سوار بنز و بنو میشن، ولی از ماشین که میاد بیرون پوی پهن میده. ما تو اون منطقه داریم به اینا یاد میدیم که چطوری لباس بپوشی. زنان ایران دارن به زنان عرب یاد میدن طرز لباس پوشیدن چطوریه.
مردان ایرانی دارن یاد میدن که طرز لباس پوشیدن چطوریه. ما داریم به اینا طرز آداب و معاشرت رو یاد میدیم. ما داریم به اینا میگیم که نباید با دست بشینی مثل حیوان، دور از جون حیوان بیفتی رو اون دیس، گوشت اونطوری تیکه تیکه بکنی، بنزین رو پلو بخوری. اصلا ما اینا رو برنج خور کردیم. نما من ملخ میخوردم، قورباغه میخوردم، سوسک میخوردم، موش میخوردم، موش سرای خورم. تعارف نداریم که. اون منطقه رو ما آدم کردیم. اگر اون منطقه اعتباری داره، اعتبارش به خاطر نفت نیست، اعتبارش به خاطر تاریخ و فرهنگ ایرانه، اعتبارش به خاطر فردوسیه، به خاطر ابن سیناست، به خاطر سعدی و حافظه. ولی شما اعتبار، مثلا اعتبار عرب سر چیه؟ محمده؟ نه، سر چیه؟ جنگ خندقه؟ سر عمر و عثمان و ابوبکر و علیه؟ سر خاندان ابو سفیانه؟ سر چیه؟ اصلا شما افتخار شما عرب چیه؟ چی رو تا دارت المعارف وا کنه یه عرب به من نشون بده این موفق شده مثلا یه بستنی درست کنه، بگه آقا من این بستنی رو با این مزه درست کردم به جهانیان دادم. خب شما کسی نیستی؟ از دل شما هم این عرازل اوباش میان بیرون، این میشه خبرنگارش و میشه سیاسیش تو لندن که نشون دادید، اونم که پیشگوشونه تو تهران و اونم که رهبرشونه که صبح تا شب نشسته پای منقل یه دستمال توالت هم آویزون کرده به دور گردن خودش میگه من فلسطینی. بله، عرض کنم خانم لیلا واثقی فرمانده شهر قدس تهران که گفته بود که اون فرمان شلیک رو داده. بعضی ها میگن که در یکی از این تلویزیون ها گفتن که این خانم پروندهش رو بردن دادگاه الهی و محکوم شده و اگرشون پاشو از ایران بذاره بیرون دستگیرش میکنن. بعضی از دوستان گفتن که خب اگر واقعا ما چنین قدرتی داریم که میتونیم بریم افراد رو ببریم دادگاه بین الملل شکایت کنیم، چرا آقای خامنه ای رو شکایتش نمی کنن؟ چرا آقای ظریف رو مثلا این کار باش نمی کنن که پاشون از ایران میذارن بیرون دستگیرشون کنن؟ چرا این کار رو برای دیگر سران رژیم، چون اینا همه آدم کشن دیگه، چرا برای بقیه نکردن؟ شما برای اکبر رفسنجانی خاطرتون مگه نیست؟ علی اکبر برهمانی هاشمی رفسنجانی دزد جنایتکار اکبر کوسه، اما که بردنش و استخ فیروزآبادی افتاد روش خفش کرد. حالا معلومه کی افتاد رو کی، ولی به هر حال مرد که رفت اونجا دیگه سالما برنگشت. مگر خاطرتون نیست این رو محکومش کردم به خاطر دست داشتن در جنایتی که در میکونوس، اون رستوران میکونوس در آلمان شد. همین اکبر رفسنجانی سوار هواپیما شد، یه هفته ده روز بعد رفت عربستان سعودی اومد. چرا عربستان نگرفته؟ اینو بازیه. همین خانمی که اومد، همین فاطمه کماندهی که اومده میگه من گفتم بزنید، من دستور دادم که هر که وارد شد بزنید. همین فردا اندی میاد توی ترکیه کنسرت میذاره، داروش اقبالی میاد کنسرت میذاره، اون یکی میاد شبنامه از روزنامه از هنگامه از که اون میاد کنسرت میذاره، همین میره میش باید کنسرت اون بشکنم میذاره. دولت ترکیه چیکارش مونه؟ هیچ. به خدا همین لازم باشه میاد مگر ندیدی اون آخونده چی بود اومد تو همین هانوفر؟ پروفسور سمی رفت دعوتش کرد، گفت تو هانوفر شما به اون راحتی اونجا نمیدونی برید چیز بشین، برید اونجا عیسی کلانتری ندم میام چه چیزی یادم نمیاد اسمشو. مگه نبود بچهای ما نمیدونن تو هانوفر چیکار کردن؟ رفته بودن بچه‌ها 24 ساعته واسه من دم چیز دم این بیمارستانه توی هانوفر با چی بردنش؟ با آمبولانس بوق بوق آژیر زنان با آمبولانس بردنش توی فرودگاه هانوفر، از اونجا با هواپیما برش کردن بسنش کردن فرسانش تهران. نه اینا دنیا پشتشونه به این چیزا گوش ندن. مثلا ما بریم شکایت علازاد رضا شاه دوم مگر شکایت ندادن به دیوان چیز لاهه، دادگاه لاهه سر جریان همین علی خامنه ای که علازاد نوشتن که آقای خامنه ای من شما رو محکوم میکنم به خاطر جنایت بر علیه بشری، کی گوش داد حرف رضا پهلوی؟ ما که دیگه بنزه ایشون که قدرت نداریم که. نه دنیا پشتشونه. همیشه من اینو میگم مردم خودتون باید تصمیم بگیرید، خودتون باید رژیم رو بزنید. اگر تصور کردید از اورشلیم واشنگتن نمیدونم بعد این ویدیو رو عرض میکنن ببینید چجوری فرار میکنن آخوندا، یا کنید این تصویری که به زودی در ایران مخصوصا در شهر قم خواهید دید، ببینید چجوری گله فرار میکنن. این فیلم های وسترن هستش که دور از جون گاوا که رم میکنن همونجوری دارن میدونن. اینکه مردم اگر تصور میکنن از این ور و اون ور خبری میشه، اصلا و ابدا هیچ خبر نمیشه. دستتون رو بگیرید به زانو خودتون بگید یا رستم، هممون رو سر کار گذاشتم.
بدون تعارف بهتون میگم. هممون ای گفتیم 6 ماه دیگه 8 ماه دیگه این عید آخره، این 22 بهمن آخره، این چهارشنبه سوری میایم اینطوری میشه، اون یکی میایم اینطوری میشه، دیدیم نشد. خدا رو شکر همه راه هم رفتیم و شکست هم خوردیم، چون این شکستا باعث میشه که پیروز بشیم. حالا دیگه متوجه شدیم هیچ کس دلش به حال ما نمیسوزه، نباید هم بسوزه، چون اگه دلشون به حال ما میسوخت که نمیرفتن خمینی رو بردارن بیارن نوفل روشادو تو ایران، شاهمون رو وادار نمیکردن از ایران بره بیرون. اینا هدفشون نابودی ایران و کشتار ملت ایرانه، حالا هم موفق شدن. ما باید جلو این تخریب و این کشتار رو بگیریم. همین سرات حالا ما تازه بیام امیدوار باشیم که مثلا بریم شکایت کنیم از علی شیری. خواسته شما فقط شکایت هم کردیم، دادگاه لاهه نوشت علی شیری تو اگه پات از ایران بذاری بیرون مثلا دستگیر میشی، مثلا مرد تکون نمیتونه سر جاش بخوره، این بخواد تکون بخوره ولی یعقوبی شیری به خودش اول حمله نکنه یا بقیه‌شو. مثلا همین جواد ظریف، جواد ظریف مگه تحریم نشود؟ اومد سوئد، از سوئد اومد چیز فرانسه، از فرانسه رفت ایران. چی شو تحریم شدم یعنی چی؟ مگه سران سپاه تحریم نشدن؟ قاسم سلیمانی سوریه میره، عراق میره، یواشکی ترکیه میره، برای کسافتکاری پا میشه میره تاجیکستان، آذربایجان، ارمنستان، تحت صیغه این ور داره، 20 صیغه تو دبی داره، 45 تا صیغه توی قرقیزستان داره. نه که دروغ بگم، داره واقعا داره. قاسم سلیمانی 6 تا 7 تا پاسپورت داره، پاسپورت استرالیایی داره، پاسپورت مالزی داره، پاسپورت ژاپنی داره، پاسپورت روسی داره، پاسپورت ترک داره، پاسپورت عربی هم داره. چه دنیا کارش نمیکنه؟ چطوری دولت ژاپن میاد به این پاسپورت میده؟ چطور دولت استرالیا به این پاسپورت میده؟ مهناز افشار اقامت کامل آلمانو داره، یعنی دولت آلمان نمیدونه این کسافت کیه؟ بچه های رفسنجانی همشون اقامت چیز رو دارن، پاس امریکایی دارن، فوتبالیستاشون همه گرین کارت امریکا رو دارن. دنیا پشتشون ایستاده. خودمونو گول نزنی، واقعیت ها رو قبول کنی. واقعیت ها رو قبول نکردیم که به این روز افتادیم، واقعیت ها رو باید قبول بکنی. دنیا پشت جمهوری اسلامی ایستاده، بدون تعارف بهتون بگم تمام جهان پشتشون ایستاده. و تا موقعی هم که اینا پشت جمهوری اسلامی بیستن، ما ملت بیشتر باید فعالیت کنیم، بیشتر باید زحمت بکشیم، بیشتر باید تو خیابونا باشیم، بیشتر باید در برابر اینا بایستیم. به هر طریقی هست باید ما اینا رو ببنیم. اون وقت آقای تقی‌زاده که متاسفانه نمیتونم اسمشو اونجا در تلویزیون ایران آریه بیارم، اینجا میتونم راحت بگم، تقی‌زاده میره میشینه پیش علیرضا میبودی و اعلیحضرت رضا شاه دوم پهلوی سوم رو محکوم میکنه به کمکاری. آقای تقی‌زاده، البته من بهت میگم آقا به خاطر احترام به بانو پریسا بهت میگم آقا، چون من نه هیچ وقت تو رو دوستت داشتم، نه دارم و نه خواهم داشت. من اساسا تو رو به عنوان یک ایرانی میهن‌پرست قبول ندارم، خیلی راحتم بهت بگم. یه آدمی هستی خیلی متکبر و خیال میکنی که خیلی هم بارت، خیلی هم باسوادی. نه، این خبرها نیست اصلا. همه ما یه پرونده سیاسی داریم، تو هم یه پرونده سیاسی داری، پرونده سیاسی تو لندن نشون دادی که رفتی نشستی به قرارداد شهرام و همایون تو اون رستوران واسه خاطر یه لقمه غذا که اونجا جلو بغل گوشت فریاد بزنن ما پستیم ما پستیم، و تو هم دست بزنی واسه شهرام و همایون. خب این نشون داد تو کاراکترت چیه، شخصیتت چیه. و من از روز اولم همیشه به دیده یه تردید به تو نگاه کردم. هر کس پیش می بودی نشست با گفته بود کرد، من با یه چشم تردید بهش نگاه کردم، مثل اون حسن دایی، مثل محسن سازگارا و مثل خوده. اما آقای تقی‌زاده، تو اگر ریگی به کفشت نیست، شماها که خیلی راحت میتونید با رضا پهلوی در تماس باشید. رضا پهلوی اتفاقا با شماها بیشتر در تماسه که تا با ما. ما که اصلا کاری نداره، با ما کسی گفتگو نمیکنه که. شماها ماشاءالله هزار ماشاءالله تا اراده میکنید، سری به تلفن دستی ایشون، به منزل ایشون زنگ میزنید، به دفتر ایشون زنگ میزنید. همین حرفایی رو که زدید، اصلا فرض کنید همه حرفاتون هم درست، عرض کردم فرض کنید همه حرفاتون هم درست، زنگ میزدید این حرفا رو در گوش اعلیحضرت میگی. شما چرا پا میشی میری تو خونه دشمن؟ علیرضا میبودی دشمنه، تلویزیون پارس دشمنه، شجره دشمنه. شما اینو بهتر از من میدونی، باید بدونی، چون شما خودتون جزء این مافیایی، اینا دشمنن. شما به چه دلیلی میری میشینی اونجا و این مزخرفات رو راجع به اعلیحضرت میگی؟ آیا شما نمیدونید که دست و پای رضا پهلوی رو بستن؟ رضا پهلوی وارث تاج و تخت. آیا واقعا کاری از دستش برمیاد که اینطوری مورد این گفتار ناجوانمردانه قرار بگیره؟ مورد این اتهامات ناجوانمردانه قرار بگیره؟ اینو شما اسمشو چی میذارید؟ اخلاق سیاسی؟ شرافت بشری؟ انسانیت؟ اسم اینو چی میخواید شما بذارید؟ و فقط هم ادعا دارید.
یه دکترا انداختین پشت سرتون که هر جا میرین چهار نفر میگن آقای دکتر آقای دودا، هر جا میرین که عشق میکروفون کشتتتون. شما یه نسل بزدلی بودین که ایرانو دادین به دست خمینی. مگه شما ادعا نمیکنید من تو دفتر شهبانو بودم در کاخ نیاوران؟ چه غلطی کردید پس برای ملت ایران؟ چرا کشورو ترک کردید؟ چرا نایستادید؟ بعد اومدی خارجات کشور هی میگید من کاری نیستم، من سیاسی نیستم، من فقط مفسرم. شما چی رو میخواد برای ما تفسیر کنید؟ ما بی شعوریم که شما بیا بشینید برای ما تفسیر کنید. چرا نمیخواید قبول کنید که دورانتون تموم شده؟ چرا نمیخواید ببوسید بذارید جناب؟ چرا امثال تغییرزاده ها نمیخوان دیگه ول کنن ملت ایرانو؟ چرا امثال شهرام و همایون و میبودی ها و این کنگرلوها چرا نمیخواید ول کنید ما رو؟ چرا بهالو و غیر بزاله چی میخواین شما از جون ملت ایران؟ همش دنبال پست و مقام. حالا اومدن حلبی سازی جدید را انداختن، شورای براندازی و شورای نمیدونم زهرمار و غیر بزاله. کار از شورا گذاشته، دستتون رو بزنید تو دست رضا پهلوی مملکت رو نجات بدی. این چه مسخره بازی را انداختی؟ تلویزیون تبیله شهرام و همایون میاد میگه 40 نفر دور هم جمع بشیم شورا را بندازیم. تبیله مهندس شجریت میگه 20 نفر جمع شین دور هم شورا را بندازیم. یکی دو نفر دیگه مونده تو این یکی تلویزیون میگن بریم شورا را بندازیم و علی جوانمردی رو میرن دعوت میکنن و به خودشون هم میگن دکتر. اف چه میخوام اسم تو رو بیارم. منم خیلی دلایل. نه ترس. فقط به حرمت و احترام. احترام به خودم. و اسم خودتون هم دکتر 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 پرچم سلطنتی هم برمیداری میزنی بقل دست پرچم شاهنشاهی. گفتم که بفهمی منظورم که دو کی از تگزاس. شماها دنبال پست و مقامی. شماها هدف تو فقط پست و مقامه. برای همینه که همه تون تیغ برداشتین زیر گلوی من گذاشتی. برای همینه که همه تون متحد شدید گفتی فقط این رضا احمدی را جلو دوربین بکشینش کنار. چون پتتون رو رو آب ریختم. یه موقعی هستش که من یک کاری رو میتوانم بکنم نمیکنم. یه موقع هست من میخوام یک کاری رو بکنم ولی واقعا دستم بر نمیاد. رضا پهلوی میخواد ایران رو نجات بده، نمیتونه. این آقا با چی بیاد ایران رو نجات بده؟ و شماها اومدین تو اذهان عمومی طوری دارید جلوه میدید که رضا پهلوی میتونه ایران رو نجات بده اما نمیخواد نجات بده. چرا دروغ میگید؟ چرا تا کی میخواین اینقدر پس فطرت و بی‌شرف باشید؟ این آقا با چه امکاناتی ایران رو نجات بده؟ با کدوم امکانات؟ امکانات مالی داره؟ امکانات بین المللی داره؟ ارتش داره؟ ساواک داره؟ یه 30-40 آدم میانپرست دور و برش داره؟ هر کسی که اومد دور و بر ایشون که خیانت کرد، از داریوش و همایون تا علیرضا نوریزاده تا شهریار آهی و تا بقیهشون که تو لندن نشستن به اسم مشاور، 100 تا نفوذی توسط خود شماها مثل علیرضا این چی این خوش میگه دانشجو شرماور عباس فخرآور، ده ها نفر اونطوری هم فرستادی تو تا تو خونش. مگه همین لگن فروش دوز نرفت تا تو خونش؟ اومد گفت تخمق درست کرده گفته من نداده من بخورم. بس کنید بابا، شرمنده بشی، شرمنده بشید از این مرد. موهاشو سفید کرده واسه ایران. آقای تغیزاده شما بیا به ملت اینا بگو کارنامه سیاسی در طول این 40 سال چی بوده؟ رضا پهلوی کارنامه سیاسیش چی بوده؟ بیا به ملت ایران بگو چه گلی در این 40 سال زدی به سر ملت ایران؟ تو چه خدمتی کردی به ملت ایران؟ جز این که فقط نشستید چرت و پرت گفتی تو تلویزیون پارس و تو تلویزیون شهرام و همایون یا صدای امریکا یا بی بی سی؟ فقط عشق دینه که بری بشینی اونجا بگن دکتر دکتر من مفسرم من مفسرم، یه کتاب خونم چیدی پشت سره. چه سوادی دارین شماها؟ دیگه رسیدید به پیری بابا، به قول خودتون میگی من مریضم دارم میمیرم. دست برداری یه نام نیک خودتون به جا بذاری. تا کی میخواین بشینید اراجیف بگی تو هر تلویزیونی بری که 200 دلار شما شخصیتون به این شده که برید تو تلویزیون صدا امریکا 200 دلار بهت بدن بابت مصاحبه؟ برای تلویزیون من و تو 200 دلار بگیره بابت مصاحبه؟ تا این حد حقیر شدی شماها؟ و اسم خودم گوشی مفصل چه چیزی رو شما میخواید برام تفسیر کنی؟ بعد شرایطم طوری به وجود آوردن که انگار اینا از خرطوم فیل افتادن، هیچ کس نباید به اینا حرف بزنه. اگه هر حرف بزنه اینا مامورن، اینا نمیدونم
عاملا مزدورن، اینا نمیذارن اتحاد به وجود بیاد. کدوم اتحاد؟ با کی اتحاد؟ سوال ما خیلی ساده است. آیا رضا پهلوی میتونه کاری بکنه و نمیکنه؟ شما میدونید موقعیت این بنده خدا رو؟ شما که باید بیشتر بدونید، شما که همه سرتو تو CIA و تو کاخ سفید و تو اینتلیجنس سرویس و شما که همه جاسوس های دنیا باهاتون در رفاقتن. با ما که کسی رفاقتی نداره، ما که ادعایی نداریم، ما که توسط شما 20 سال تو این رادیو تلویزیون حاضر نشدیم که هر چه که رفتیم صد گذاشتین جلومون، که شما این که میری میشینی بغل سه جمشید چالنگی و نمیدونم اون یکی تبرزدی و صادق کسافت کلام و غیر ازاله گفتگو و گفتگو، این همه گفتگو کردیم به کجا کشیدین؟ به کجا کشید کارتون؟ مملکت رو باید نجات بدین. بعد جوابم ندارن به ما بدن، بلافاصله شروع میکنن انگ زدن و تهمت زدن و فحاشی کردن. بعد پا میشه میره میشینه تو یه سخنرانی میگه اردشیر زاهدی آقای تقی‌زاده زشت، اون حرفا، این حرفا نباید گفته بشه در یک جای عمومی، که اردشیر زاهدی تنها دوست صمیمی شاه بوده، شاه هیچ دوست و رفیقی نداشته و اردشیر زاهدی تنها دوستش بوده که میتونسته فلان شوخی رو با شاه بکنه. خجالت نمیکشید شما؟ آدم هر حرفی رو باید بچینه دور میبزنه؟ مثل جریان یادداشت‌های علم که حالا راست یا دروغ به اسم این بنده خدا دادنش بیرون. شما به چه دلیلی میای همچین صحبتی راجع به اعلیحضرت شاه شهریار میکنی؟ شما که نون و نمک اون خدا بیامرزه تو دوران شاهنشاه خوردیم، ما که بچه محصل بودیم. بس دیگه اینقدر بی حیایی. و متاسفم از کسانی که هنوز نشستن به مزخرفات شماها گوش میدن. ملت ایران بس کنید اینقدر نشینید به چرت پرت اینا گوش کنید. خجالت بکشید، از وجدان خودتون خجالت بکشید. به گوشتون رحم نمیکنید، به چشمتون رحم نمیکنید، به عقلتون رحم نمیکنید، به وجدانتون رحم کنید، به شرفتون رحم کنی. چرا اینقدر بی وجدان و بی شرف شدی؟ تا کی میخوام بشینی مزخرفات این اراذل اوباشو گوش کنی؟ هیچ تفاوتی بین اینا و اراذل اوباش جمهوری اسلامی نیست که بیان بشینن چه اتهامات ناجوان مردانه این رو بزنن. شماها عادت کنی فقط به مزخرفات اینا. اینا مامورن، همشون مامورن. مگه نمیبینی اون ابله میاد پیش شهرام همایون چه مزخرفاتی رو میگه؟ ببخشید بانو پریسا، خواهش میکنم، من نمیخواستم بحث عوض بشه، عذر میخوام. این بچه ها اینقدر به من میگن، حالا من فرداشم اینو توضیح میدم، ولی خب اینقدر به من میگن، گفتم آقا احمدی تو رو خدا در تلویزیون آرسم بگی در اسرائیل ما بعضی اون نمیتونم تلویزیون ایران ها یا نمیتونیم ببینیم اونم ساتلیتش چیه و فلان اینا. گفتم باشه چشم، من 7-8 دقیقه اینو بهتون میگم، ولی وقتی بهتون میگم گوش کنید اقلا. بله، امیدوارم که استفاده کنن و امیدوارم که آقای احمدی عزیز حمایت کنن. ما نیاز داریم به حمایت مردم، حمایت. بعضیا میگن که خانم پریسا تو رو خدا ما وضع مالیمون خوب نیست. به خدا اگه وضع مالیتون هم خوب نیست، میتونین بیاین حمایت کنید، برنامه رو به اشتراک بذارید، بیاین و صدای ما رو نذارین خفه بشه، نذارین صدای ما خفه بشه. آقای احمدی، برای اینکه خورده حالا جو عوض بشه، یک قطعه هست، یک گزارشی هست که خیلی جالبه. این روزها ملت فهیم ایران دست آخوندها رو خیلی خوب خوندن و یک تصویری دوستان هست، چند میگیری گریه کنی. یکی از میدونین که هنرمندان رو از مالیات معاف کردن، یعنی این خبر دیروز بود که گفتن که اصلا هنرمندان لازم نیست دیگه مالیات بدن. بعضی از هنرمندان هستن که ما میبینیمشون تو فیلمای سینمایی و خب طرفدار حکومت جمهوری اسلامی هستن. بعضی از هنرمندان هم هستن که ما نمیشناسیم ولی اینا هنرمندان حکومتی هن. یعنی هر وقت که حکومت بهشون نیاز داره اینا رو میاره جلو دوربین، مثلا مثل این آقا. ببینیم با هم. والا این جعیبی دخترمه. من حتی جام هم سم کرده بگه ببین من حتی جام زندگی درست کنم. آقای درسته که مردم یه خونه زندگی مردم رو بزرز من بوده، این راشی دیزی که بیان اعتراف بزرز اینجوری به مردم نشون بدن، به مسئولی نشون بدن.
این حاصل این چند وقت درآمد من بوده که من بچه جمع کردم. من مسئولی خواهیش میکنم یه دهشت مجال تبایی داری که پایتبانی شده یه همچی کاری بلایی زن مردم آوردن محاکمهشون کنم. دست رو نگاه کردم. مغازه شما دیشب تخریب کردن. مغازه شما دیشب تخریب کردن. مغازه شما دیشب تخریب کردن. بله، دیدیم که این آقا اصلا بنده خدا بازیگر حکومتی بود و اومد در جلوی دوربین های صدا و سیمای جمهوری اسلامی که بگه اومدن وسایل و جهیزیه منو نابود کردن و ملت رو که میگم میفهمن. ببینین جوان ها خیلی آگاه شدن، اینا رو پخش میکنن در اینستاگرام در تلگرام که نشون بدن آقا ما میفهمیم صدا و سیمای جمهوری اسلامی که فکر میکنی ملت ببخشین مثل خودتونن، ملت میفهمن شما نمیتونین فریب بدین مردم. این بازیگر صدا و سیمای جمهوری اسلامی بود که دستش رو شد و اصلا نه جهیزیه 4 تا سبد کنه و این چیزا رو ریخته تو پله، میگه جهیزیه بچه‌م اومدن اختشاشگران آتیش زدن. بله، اینم از هنرمندان بود، ولی هنرمندان رو به خاطر این تشویق کردن که در این یک هفته که ملت بیدار ایران در خیابان‌ها بودند و مشغول اعتراض بودند، هیچ هنرمندی هیچ سلبریتی نیومد از مردم حمایت کنه و در آخر هم جمهوری اسلامی خواست بهشون یه دلگرمی بده، از هنرمندان تشکر کنه، اومد گفت که قانون گفته که اصلا شما نمیخواد مالیات بدین. بله، میخوام که اگه ممکنه در این زمینه یه خورده صحبت کنین آقای احمدی در زمینه هنرمندان که امروز هم دوتا از این هنرمندان سینما و تئاتر ناراحت شدن از اینکه چرا بهشون میگن هنرمندان، یه لیتر بیدی یه همچین واژه هایی رو این روزها به کار میبرن. و از اون ور لبنان رو دیدیم که چقدر هنرمندان استقبال کردن از مردم، کنار مردم ایستادن، اومدن توی خیابون با مردم بودن، تمام این اعتراضات رو کنار مردم بودن. و از اون طرف جمهوری اسلامی رو داریم میبینیم که هنرمندانش فقط به فکر امتیاز گرفتن هم متاسفانه. حضور شما عرض کنم اولا اینا هنربندم نیستن، اینا هنرگندن. اونایی که اعتراض کردن درست باید بفهمن حرف. هنربند به عارف میگن که متاسفانه لقب سلطان قلب ها رو مردم بهش دادن که دیگه ازش گرفتن. این هنربنده، این تو بند بنده خدا حالش هم خوش نیست. هنربند به داریوش اقبالی میگن، به گوگوش میگن. هنرگند به کسانی میگن که در جمهوری اشغالگر اسلامی هم. اینا تفاوت داره. اما ببینی وقتی که ما داریم راجع به مالیات صحبت میکنیم که همین آلمان بهش میگن اشتویالن، یعنی کشور مالیات ها. وقتی شما دارید راجع به آلمان صحبت میکنید، آلمان به چه دلیلی داره زندگی میکنه؟ نه آلمان و کل اروپا، من کشوری که زندگی میکنم مثال میزنم. آلمان بر اساس مالیات زندگی میکنه. شما به عنوان یه انسانی که وارد این کشور میشه، حتی توریست، برای 24 ساعت، برای یه ساعت هر چی در آلمان بخری 19% ازت چیز میگیره، مالیات میگیره. هر چی بخری بخوری بنوشی هر کاری بکنی، این کشور بر اساس مالیاته. منی که درآمدم به عنوان یک کارگر 1000 یوروه، اگر من کارمند باشم درآمدم 2000 یورو باشه، اگر من بالاتر از کارمند باشم در سطح مدیریت باشم حقوقم مثلا بشه 5000 یورو، هرچین حقوق من از کارگر تا کارمند تا ارزم به حضور شما کارفرما تا مدیر تا هرچی حقوقم بیشتر بالا بره، مالیاتی که میدم بیشتره. من اگر 1000 یورو حقوق بگیرم، مثلا فرض فرمین 100 یورو مالیات ازم میگیرم، حالا بیمه و حق بیکاری و حق چیه که کم میشه هیچی، یه قسمتی هست توی اون کاغذی که به ما میدن به عنوان اون برگه حقوقیمون رو به ما میدن، اونجا توضیح داده که آقا شما 1850 یورو حقوقت بوده، شده 1000 یورو به عنوان نتو خالص،
بعد میگه خب این 850 یورو دیگه‌اش کجا رفته؟ میگه آها 40 یورو مثلا حق اینو دادیم که اگه یه روزی نمیدونم اکار افتادی که بگیرید 100 یورو مثلا ازت میگیریم به خاطر اینکه حق بیکاری بیکار شدی حق بیکاری بهت بدیم، نمیدونم 200 یورو ازت داریم کم میکنیم به خاطر واسه بازنشستگی بگیری و چه و چه. یه قسمتی هم داره فقط زده اشتویا زده یعنی مالیات، اینم 100 یورو ازت مالیات میگیریم. اگر من حقوقم 2000 یورو باشه این میشه 200 یورو، حقوق من 100000 یورو باشه مثل یه مثلا فلان فوتبالیست این میشه مثلا 10000 یورو 15000 یورو. مملکت ما رو نگاه، هنرجندانی که بدون داشتن هیچ هنری، مثلا شما میگی هنر پیشه، این آقا اسمش روشه دیگه، پیشه شما هنره، و این مثلا چه پیشه مثلا داره این بیشوری که به خوش میگه هنر پیشه تو ایران، همشون بدون کوچکترین استثنایی، حتی اون دوتا قدیمی ها سعید راد و فرامرز غریبیان که دارن هنوز با اینا همکاری میکنن، اینا شما پیشه هنریتون چیه؟ شما وقتی به یکی میگی خواننده یعنی این اومده آواز خوان شده برای شما. خب مثلا قیافه این دوتا رو دور خدا نگاه کن، این یه جا سالم اینا تو صورت خودشون گذاشتن بمونه؟ از هنرپیشگی فقط صاحب پول بشن برن دکوراسیون صورتشون تو دبی برن اینجوری عوض بکنن، هرچی آویزونه برن ببرن بدن دکتر مزاری ببرن آمپول بزنن تو سر صورتشون و اونجاش ورم بکنه، اونجاش که لاغره ورم بکنه، اونجاش که ورم کرده لاغر بشه. آخه این تو بعد تو میشی سمبل جامعه، بعد من بیام به تو بگم هنرمند؟ خب من در زمان شاهنشاه آریامه وقتی میرفتم سینما محمد علی فردین رو که میدیدم، من از فردین جوانمردی رو یاد میگرفتم، لوتیگری رو یاد میگرفتم، مردانگی رو یاد میگرفتم، چشم پاک رو یاد میگرفتم، از ناصر ملکموتی، از رضا بیک امام‌وردی و از سایر بزرگانی که تو اون مملکت هنرپیشه‌های مملکت ما بودن، چه زنش چه مردش، من از فروزان درس یاد میگرفتم که اون فیلم‌ها رو میرفت اون مناطق معروف تهران بازی میکرد، از بزرگی به اسم پوری بنایی و سایرین، خب اینا الگوی مملکت ما بودن، از فوتبالیستامون ما داشتیم چیز یاد میگرفتیم. خب من یه انسان باید تو مملکت یه الگویی داشته باشه، الگوی من کیا بودن؟ الگوی نسل من اینا بودن، ابراهیم آشتیانی بود، ناصر حجازی بود، بهزادی بود، اینا الگوی ما بودن. خب الگوی مملکت ما الان کیه؟ همین اراذل اوباشی که دارید میبینید. بعد من به شما بگم ورزشکار، هنرپیشه، هنرمند، آوازخوان، محمد رضا لطفی دزده، تارو کمونچه دزدی آورد تو آلمان فرو، سیاوش شجریان شم دزده، توده‌ای مردی که باشد رفت مسکو با اون یارو چی بود، شاعره کسرا بود چی بود، اون با اون رفت نشست گفتگو کرده که اونم گفت بابا صدای دهل از دور شنیدن خوش است و چه و چه و چه. به هر حال شما مملکت نگاه بکن، اینا که دارن رقمای نجومی دارن در میارن، این از مالیات معاف بشه که بیا سوار ماشین فراری بشه تو تهران بره بالای کوه واسه خوش قصر بسازه، بعد کارمند بدبختی که تمام برج باید زحمت بکشه قیافه یک کثیف حراست رو تحمل بکنه و حزب اللهی و حق پوشیدن لباس نداره، ماه رمضان بدبخت حق نداره اونجا یه لیوان چایی بنوشه یه آبی بنوشه، همش تحت فشار و تحت استرس، تازه باید بره درج دیگه هم کار بکنه که یه لقمه در بیاره واسه زن و بچه‌اش، بعد بره خونه ببینه کمبود این هست، بچه از مدرسه اومده بابا پول مدرسه میخوام، گفتن شهریه باید اینطوری بدین، خانم میگه نمیدونم پودر لباسشویی نداریم، رفتم بخرم دیروز 100000 تومان بوده الان شده 150000 تومان، همش بدبخت اون کارمند تو استرس داره زندگی میکنه، کرایه خونه از اون طرف، پول آب و برق از اون طرف، فشار بچه، فشار خونه، اصلا تنها چیزی که نمیفهمه تفریح، بعد از این بدبختی که مثلا حقوقش 1 میلیون تومانه به 200000 تومان مالیات بگیری، بعد اون بی پدر و مادری که اون مملکت میگه من هنر پیشه هستم میلیارد جمع کنی که مثل مهناز افشار بیاد توی آلمان برای خودش ویلا بخره، بعد پاس امریکایی و پاس آلمانی و نمیدونم پاس فلان جا رو بده بگیره، بعد تازه دعوتش بگن تو فلان تلویزیون بگن 1 میلیون دلار هم بهت میدیم بیا اینجا بشو داور. اگر اسم این اون چیزی بود که شما میگفتین حکومت عدل علی، برادری برابری، حکومت عدل علی، اگر علی حکومتش اینطوری بوده و عدل و عدالتش این بوده، خاک عالم بر سر من که یک عمر گفتم یا مولا یا علی، خاک بر سر ما که میخواستیم از زمین بلند شیم میگفتیم یا علی، اگر این بوده حکومت عدل علی، اگر این بوده
شهادت حسین. پس حتما حسین هم، پس راسته که میگن حسین واسه خانوم بازی و واسه خاطر قدرت رفته جنگیده دیگه، پس صحبت بر سر خدا و دین و اینا نبوده، صحبت بر سر خلافت بوده. پس راسته که ما میگیم صحبت بر سر خلافت بوده، چون بعد از گذشت 1400 سال دارن تخم ترکاتون دارن نشون میدن یه ملتی در فقر و فلاکت زندگی کنه. بعد من یه چیزی میخوام بگم، شما کسایی که به خودتون میگید هنرمند، هنرجند، مردشون قیافه همتون رو ببنن از بالا تا پایینتون رو، همتون بدون کوچکترین استثنایی، هر کس تو اون مملکت خواننده و نمیدونم هنرپیشه است، مردشون قیافه کثافت بی ثباتتون رو ببرن که از تیپ و قیافتون مشخصه که تو تمام طول عمر زندگیتون به شرافت بشری سوگند یک دونه یک خط کتاب نخوندی شماها، فقط به خاطر زد و بند و به خاطر همکاری با آخوند و تمام زناشون صیغه آخوندی آخوند شدن که شدن هنرپیشه تو مملکت. مرداشون هم که حال روزشون معلومه، همشون پااندازی و جااندازی کردن. دروغ نمیگم، اسناد و مدارکتون هست، منتها جاش نیست که الان ما نمیخوایم یه فصل دیگه رو باز کنیم بیایم راجع به شما کثافت و صحبت کنیم. شما خجالت نمیکشین تو مملکتی که دختر 14-15 ساله، دختر 6-7 ساله مجبور تن فروشی کنه، بچه دختر بچه 6-7 ساله باید تن فروشی کنه، بعد دختر خودت سالی 6 بار 7 بار باید ببرید دبی مامان تولد منو برده ببر نمیدونم امریکا 30-40 میلیون تومان خرج کنی فقط بچه‌ت ببری یه هفته نیویورک رو بیاری، در حالی که تو همون مملکت با همون پول میتونی حداقل چند هزار خانواده رو نجات بدی. بی شرف، ما ناراحتیم به ما میگن هنرمند، هر کی بهتون گفته هنرمند اشتباه بهتون گفته، هنرجندی، کثافتی. بی شرف، و به زودی زود فرقه تبهکاران خواهد رفت. کجا میخواین فرار کنی؟ کجا میخواین فرار کنی؟ اون قول و قرارایی که شهرام و همایون بهتون داده، اونا رو واسه در گوشتون گفته. در تمام دنیا ایرانیا پناهنده داریم، ما در شیلی، در برزیل ما ایرانی داریم، در مکزیک. کجا میخواین برید فرار کنی؟ کجا رو دارید برای فرار کردن؟ هر جا برید با پس گردنی براتون میگردونی، تمام مال و اموالتون مصادره میشه برای ملت بدبخت ایران. شما قلق کنید به گور پدرتون خندیدید که رفتید کور رو تراشیدید، رفتید رو کور برای خودتون خونه ساختین و استخر ساختین. غلط کردید به گور پدرتون خندیدید، کور دماوند رو زدید، درب داغونش کردید. بی شرفا، به طبیعت ایران ضربه زدید. حالا ببین تو خیابونای اون مملکت با ماشیناتون گاز بدین و طلا جواهرتون رو به رخ مردم بکشید و لباساتون رو به رخ مردم بکشید، گور پدر ملت ایران، گور پدر ملتی که اومده تو خیابونا بالای 3-4 هزار تا کشته داده. شما خیال کردید از خشم این ملت تو امان میمونی؟ به خدا قسم بانو پریسا، این برنامه امشب رو نگه دارید، این تاریخ امشب رو نگه دارید، به شرافت بشری سوگند، این انقلاب جدا انقلاب مستضعفینه، یک دونه سرمایه دار و ملت ایران سالم نخواهد گذاشت. اینو خیال نکنید من میگم حالت تحریک و بچه رو بریزین آتیششون بزنید، ملت برای حرفای من و همسال من ترم خورده میکنه، خبرهایی که برای من داره تو اینستاگرام و تلگرام برای من میاد، جوونی که تو اون مملکت برای من مینویسه بانو پریسا، نه یک نفر، دو نفر، ده نفر، صد نفر، آقای احمدی 40 سالمه هنوز تو خونم، هنوز ازدواج نکردم، چه دختر چه پسر، آقای احمدی خجالت میکشم برم بیرون، چون بخوام برم بیرون پول میخوام، نمیتونم به پدر و مادرم بگم پول بده، همش تو گوشی خونه خودم نشستم، ته سیگارای پدرم که توی زیر سیگاری خاموش میکنه میرم ته سیگاراشو میگیرم میکشم. بعد این جوونا شما رو سالم میذارن. من وقتی یاد جوونی خودم، جوون 20 ساله وقتی برای من مینویسه آقای احمدی من 20 سالمه خجالت میکشم با این لباسم دیگه برم تو دانشگاه، مانتوم سوراخ سوراخ شده، وقتی من یاد 20 سالگی خودم میفتم، به روح پدر مادرم سوگند، مدت هاست من دیگه میخوام بشینم یه لقمه یه چیزی بخورم و سر کار میام، نگاه نمی کنم نه به تلگرام نه به اخبار نه به هیچی که بتونم با خیال راحت یه چیز گلوم بره پایین. ما شما چطوری تو مملکت بی شرفا میتونید دارید بشینید توی برج میلاد و توی طلا برزین توی بستنی بخوری؟ به خداوندی خدا، آه اون ملت، خودتون رو زن و بچه هاتون رو تک تک اون بچه هاتون سرطان باید بگیرن و میگیرن، چون بچه بره تو سطل آشغال غذا بخوره و بی شرف تو بیا اون بچه رو سرتش بکنی بنزی تو سطل آشغال که فیلم تاله جمعه نشون میدن. بی شرف، من اگه دستم به دست تو برسه تو همون سطل آشغال میدازم در رو میبندم رود،
تمام آشغال تهران رو می‌ریزم تو صد آشغال، میگم تا صبح تو اون آشغال بخوابی، چون بچه رو اونطوری بنزه تو صد آشغال بیش شرف، بعد رفیقت واسه بهت بخنده بزنه زیر خنده، به جای که در بیاره تو جیب صد تومان بدی به اون بچه، بگو بچه چون ببری یه ساندویچ بخور. به خداوندی خدا ملت ایران بی غیرت ترین ملت دنیاست که بزنه شماها آب خوش از گلوتون پایین بره. اون وقت اومدن نشستن برای ما به اسم دکتر و مهندس برای ما بیاین جلسه بزنیم و یک شنبه بیاین برای من پیام اومده آقای احمدی روز یک شنبه دعوتتون کردیم بیاین بشین تو اسکایپ میخوایم شورای چیز درست کنیم، خفه بمیرید. من هنوز شأنم انقدر پایین نیومده که بیام بشینم تو اسکایپ پیش یه مش تایید طلب و جمهوری خواه با شماها چرت و پرت بگم. شماها دنبال پست و مقامی، هر وقتم کم میارن سری یا میرن زیر کت رضا پهلوی یا گریبان ایشون رو میگیرن، هر چن که دیگه براتونم تره خورد نمیکنه علازه تره واقعا دیگه براتون خورد، اصلا آدم حسابتون نمیکنه، آدم حسابتون نمیکنه که همتون سوختی. یه ملتی رو به سلابه کشیدن، سوار بهترین ماشیناشون میشن، بهترین بانو پریسا برای من بچه ها عکس فرستادن، من اینا رو واقعا نمیخوام نشون بدم. تو یکی از محله های تهران شامپاین باز کردن ریختن تو استخر، شامپاین، شراب، ویسکی، هرچی مشروبات الکلی بوده، استخر نه حوض. 30-40 نفر هم لخت و پتی پرتودن تو استخر رو می نوشن و به خدا من هنوز موندم این خشم خدا چرا این تهران کن با یکونش نمی کنه که همه راحت بشن. و بغل اون عکس کارگر شرافتمند شهرداری که داره تهران رو داره جارو میکنه تمیز میکنه از دستاشو نمیتونه جمع کنه از سرما، رفته دستاشو چسبونده به یه دونه از این دستگاهایی که توش مرغ پخته میشه که دستش یه ذره گرم بشه. و بچه میگه آقا احمدی اینو نگاه کن، اونجا رو نگاه کن. من واقعا خیال کردم عکسی که برام فرستادی خیال کردم از این خیابونای معروف توی لس آنجلس اینا آمریکاییه. اون دخترا با اون لباساشون با اون مایوهاشون همشون کراک زده بودن، همشون کوک زده بودن. خجالت بکشی این صحنه ها رو همین الان در این تلویزیون صفحه تلویزیون خجالت بکشید اینا رو نگاه کنید. چطوری میتونید برید بشینید تو برج میلاد و نمیدونم دهه یه چیز براتون گرفتن و جایزه بهمون بدن و بریم بشینید برامون جشنواره را انداختن و چطوری میتونید برید بشینید اون جشنواره ها و لباساتون رو به روخ هم بکشید و اون غذاها رو کوف بکنید؟ کوفتتون بشه سعید راد، خجالت بکش، خجالت بکش فرامرز قریبیان، خجالت بکش مردک بیش شرف. شما اگه شرافت داشتید که نمیرفتید لباس نیروهای انتظامی رو بپوشین باش فیلم بازی کنی، بیش شرفا. مرد محمد علی فردین بود، مرد رضا بیگ‌امام‌وردی و بوتیمار و ناصر ملک بوتی بود، اینا مرد بودن که تحویل نگرفتن جمهوری اسلامی رو، خاک بر اون سرتون کنن. اینا شرف داشتن، شرف فوری بنایی داشت که تحویلشون نگرفت با اینکه صد تا پیشنهاد بهش کردن. شرف نصرت الله وحدت، این بزرگ مرد تاریخ سینمای تئاتر و هنر ایران بود، صد تا پیشنهاد بهش کردن گفت نه، تا همکارام نیام من نمیام. چند روز پیش استاد نصرت الله کریمی چشم از جهان فرو بست، علت کهولت سن، خدا رحمتش کنه، چه بلاهایی بر سر این مرد آوردن، چه بلاهایی. روزهای اول شورش 57 گرفتن انداختنش زندان، شلاقش زدن، مال و اموالش رو مصادره کردن، چه بلاهایی بر سر این بنده خدا آوردن، چقدر بهش توهین کردن. به چه جرمی؟ به جرمی که هنرپیشه بود، فیلمایی که بازی کرد داشت یه ملت رو آگاه میکرد، با اون فیلم تخت خواب سه نفره و محلل و نمیدونم عیالوار و فیلمایی که بازی کرده بود، خانه خراب و چه و چه و چه، داشت آگاهی میداد به ملت ایران. یه انسانی که شرافتمندانه به عنوان یک هنرمند با شرف تو مملکت زندگی کرد، چطور شما میتونید عکس‌ها رو ببینید این زن نگونبخت رو ببینید اینطوری نشسته داره گریه میکنه؟ این کل زندگیشه، کل زندگیش یه دلار نمیارزه بی شرفا. خجالت بکشی. این زن همونجا حق داره تو مملکت، حق نفتم به این بعد برسه، حق حیات داره. دختر 6-7 ساله به تو خیابونان
آدامس بفروشه و پسر 7 8 ساله بیاد تو خیابونه یه ترازو بذاره، تازه پدر سوختای بیچاره بیاد نیروهای انتظامی بزنن ترازوش هم بشکنه. به خداوندی خدا بازم میگم بی‌غیرت ترین نسل جهانه این نسل، اگر انتقام خون ملت ایران رو نگیره. این سفره‌ای که خمینی بی‌شرف به ملت ایران قول مستضعفین رو داد، این کارگر با چه گناهی کردی که باید بچه‌هاش بشینن نون خالی بخورن، 4 تا نخود بریزن تو آب جوش بیاد بده این بچه بخونه؟ اینا نسل آینده ایرانن، فردا اینا قراره بشن دکتر و مهندس، اینا قراره بشن ورزشکار، اینا قراره بشن استاد دانشگاه، اینا قراره بشن پزشک تو مملکت. شما به چه چیزی اعتقاد دارین آخه بی شرفا؟ هنرمند هنرگندم زیادته، من بهت بگم هنرگندم نیستید کثافتا. خدا رو خوش میاد که اینا اینطوری زندگی بکنن تا تو بری بشینی توی بستنی طلا بریزن بخوری، هنوخ میگیری دمتون. به خداوندی خدا این انقلاب انقلاب مستضعفی خواهد شد، از بیخ و بن میکننتون. فعلا که میبینید چجوری کیلو کیلو اسلحه دارن وارد خونه ها میکنن. نزدیک شدیم به اون روز، ملت به ملا پیروز، نزدیک شدیم به اون روزی که ملت ایران انتقامش از شما بگیره. امسال این بیشرفان نشستن تو لس آنجلس جلسه بذاریم و 40 نفر بشیم شورای گذار بذاریم و اون ابله احمق از اون طرف و اون یکی بیشور از اون طرف و یه مش بیشرف دوست کلاش. به خدا پرونده های کسافتتون دست بچه هاست، اگه یه کدومتون جرأت بکنید پا بزنید ایران، شما چی خیال کردی؟ خیال کردید الان برگردید ایران ازتون به عنوان مبارزین راه وطن ازتون نام میبرن؟ خیال کردید تو فرودگاه مهرآباد براتون دست گل گذاشتن؟ فرش قرمز زیر پات میندازن؟ شهرام و همایون بیشرف، بیشرف کلاهبردار که زنت عامل جمهوری اسلامی اومده خارج از کشور، بیاد به ملت ایران بگو این مدرک دکتراتو، مدرک دکتراشو بیاد به ملت ایران نشون بده ببینم زنتو، که بیاد کرم میفروشه به کرم فاسد میفروشه به ملت ایران. خب بیا نشون بدید مدرکتون رو، از کجا آوردی مدرک دکتر خانم دکتر خانم دکتر؟ شما خیال کردین برگر اینا ملت براتون فرش قرمز میندازن؟ همتون بدون استثنا 20 سال نشه سر ملت ایران کلا گذاشتی که ملت بشینه سفرش اینطوری بشه؟ تو سفرش فقط نون خالی باشه و یه تیکت نمیدونم پنی؟ در بین تصاویر هنرمندان پژمان بازقی رو داریم که گفته از این که رأی دادم به هیچ عنوان پشیمان نیستم، بعد گفته که اعتراضات نباید به شکلی باشد تا رسانه‌های بیگانه از این اتفاقات سوء استفاده کنند و زندگی مردم دچار مشکل شود. بله منظور شما بودیم دیگه حتما. بله بله اینا به فکر مشکلات تو نمیخواد به فکر مشکلات ملت ایران باشی، تو فعلا به فکر جیبت باش، تا میتونید بچاپید فعلا، تا میتونید بچاپید، آره تا میتونید بچاپ، ها میتونید ملت ایران سرکیزه کنید. اون روزی که رژیم عوض شد پوز تو چنان بمالن تو خیابونای تهران اگر سالم در رفتی، اگر سالم در رفتی. طبیعیه که پشیمون نیستی رای دادی، چرا پشیمون باشی؟ رای دادی جمهوری اسلامی بیا سر کار که به مال اموال برسیم، به آب و علوفه برسیم. آره تو اصلا نمیخواد نگران مردم ایران باشی، نگران اعتراضات باشی، تو فعلا نگران جیب خودت باش. همشون تو دبی، تو ترکیه، اندونزی، مالزی، استرالیا، نیوزیلند، کره جنوبی، ژاپن، عرض کنم قبرس، یونان، همین آلمان، همشون حساب بانکی دارن. همشون حساب بانکی دارن. یکی از حسابای بانکی دختر رفسنجانی در کشور مالته. توی یکی از بانکای مالت حساب داره. در همین آلمان در کمرس بانک آلمان پسر رفسنجانی نزدیک به 6 میلیون یورو پول داره. از کجا آوردی؟ تو کی بودی مگه؟ پسر یه آخون، بابا چه کاره بوده؟ تو یکی از دهات نزدیک رفسنجان کمک باغبون بوده، پهن میریخته زیر پای درخت پسته، بعد میگه من پدرم خونهش هم فروخ به خاطر انقلاب. پدرت غلط که به قبر بابا بزرگت خندی؟ مردی که توی داشتین توی کاگل زندگی میکردین، تو خونه کاگلی،
تو با پول صدقه پدر تو رو بزرگ کرده، پدر خودم صدقه خور بوده. حالا 6 میلیون یورو فقط میذاری تو کمرس بانک تو آلمان، نزدیک 70 80 میلیون پوند فقط تو یکی از حسابات تو یک بانک انگلیسه. بی شرف دوست. و این یکی ابله شمخانی، جنایتکار، آدمکش، قاتل، همشون دزدن، همشون جنایتکارن. بچه‌هاشون همشون تو خارج از کشور در بهترین دانشگاه دارن تحصیل میکنن. تمام بچه‌هاشون مثل اون معصومه ابتکار همشون پاس امریکایی دارن، همشون گرین کارت آمریکا رو دارن. بدبخترینشون میاد پاس فرانسوی و آلمانی و نمیدونم سوئدی میگیره. اینطوری نمیمونه. این دنیا حساب و کتابت میری. اینطوری نمیمونه علکی. دیدید از خمینی تو میخواستید امام زمان درست کنی که حالا خر دجال میخوان را بندازن، میگن علی شیره‌ای قرار غیب بشه. آخ آقا رب، آقا غیب شد، آخ آقا غیب شد. سپاه بیا مملکت دستت بگه آقا غیب شد، آقا غیب شد. داستانی که شهرام و همایون داره براتون یواش یواش درست میکنه. میخوان خر دجال براتون را بندازن. این شرفای دوز. حس فطرتا. بعد نشستن اونجا ما باید با زبان سعدی و حافظ خفه بمیری. زبان زبان مبارزه، زبان زبان مشته، نه زبان تقی‌زاده ها و میبودی ها و نوری‌زاده ها و شهرام و همایون ها و شجره ها و سایر اراذل اوباش. زبان زبان مبارزه است. برید بشینید واسه هم دیگه اینقدر خالی ببندید، اینقدر به هم دیگه تعارف تیکه پاره بکنید تا خسته بشی. روزی که رژیم عوض بشه تک به تک تو باید جواب بدی. باید جواب بدین که جوونی ما رو در به داغون کردی. باید جواب بدین که پدر مادرای ما رو به قتل رسوندی. همه تون باید جواب بدیم. شما غلط میکنید به جره دور بمیشینید بگی ما میخوایم تفسیر بکنیم. چی رو میخوایم تفسیر کنیم؟ کی اصلا به تو بی سواد بی شعور گفته تو مفسری؟ احمق، تو هنوز نمیفهمی مشروطیت و مشروعیت چیه. بعد واسه ما میخوای تفسیر کنی؟ چی رو میخوای تفسیر کنی؟ شما انقدر شرافت و اخلاق ندارید که هنوز رفتید افتادید دنبال یه مش مصدقی منقلی، دنبال اسماعیل نوری علا، یه توده یه کسافت خائن که زنش تروریست بود، شکوه میرزادگی تروریست بود، بچه دوز بود، میخواست ولیت رو بدزده، شعبانو رو بدزده، حالا اومده سنگ پاسارگانه به سینه میزنه. همه تون دوزدید، همه تون قاتلید. شما در همه این قتلا و جنایت ها نقش داشتید. چی اومدید داری ماسمالی میکنید؟ مگه خیال کردید با دست کورا طرفی؟ همه تون دستتون تو دست جمهوری اسلامی. گلزار پا میشه میاد خارج از کشور، اون زنک پا میشه میره اونجا میشینه، بعد میگه من رفتم اونجا شام بخورم. مگه رستوران قحطی بود که همون شب اونجا بری اونجا شام بخوری؟ همه تون همینی. همه تون شبا بزن و بکوبتون و عشق و حالتون و دیسکوتیکتون و تفریتون و نشستتون و شب نشینیاتون و تریاکشی و عرق خوریتون همش به راهه. شما چیز کمبودی ندارین. یه ایران کوچولو رو آوردی تو لس آنجلس و لندن و هامبورگ و پاریس و نیویورک و واشنگتن و شیکاگو و میامی و این ور اون ور. یه ایران کوچیک آوردین برای خودتون این ور. طیبت کردنتون بجاست، اشغالتون بجاست، عروسیاتون بجاست، یه مش خواننده هم این ور اون ور اجیر میکنید. آقا بیا 5000 دلار میدیم شب بیا اینجا بساط ما رو را بنداز، مجلس ما رو گرم کن. قمار کردنتون هم که بجاست. شما کمبودی نداری. شما اصلا مشکل وطن نداری. اصلا شما میهنتون رو قبول نداری. تو غلط میکنی میگی که من میان پرستم، اسم میان پرستارم خراب میکنی. همه تون بدون استثنا. بله بله. خب اتفاقای خوبی که الان این روزها داره در داخل ایران میفته خیلی امید بخشه جناب آقای احمدی. از جمله امام جمعه خرم آباد استعفا داده. خیلی جالبه، گفته که استعفا دادم چون مردم خرم آباد همچون مردم اهواز و شیراز شدیداً از روحانیت متنفر شدند. اکثریت مردم اینجا نیز مسلح هستند و اسلحه شکاری دارند، خیلی خطرناکند. صلاح نیست که اینجا بمانم، لذا اگر خدا بخواهد میخواهم بروم دنبال یک شغل آبرومندانه. بله، امیدوارم که به زودی همه عوامل رژیم و تمام این آخوندها به این نتیجه برسن که باید برن دنبال یه شغل آبرومندانه، که پیشنهاد من اینه که کویرای ایران رو آباد کنن. نظر شما خودشم میگه برم دنبال یه شغل آبرومندانه، یعنی من 40 سال 50 سال آخوند بودم بی آبرو بودم.
خدا پدر نداشتت بیامرزه، چون پدرای شما همه تو انگلیس هست. خب خودتونم برید میگید برو، آره باریکلا باریکلا آخون، برو دنبال یه شغل آبرومندانه. هرچند که تو اصلا تو آخون معنای آبرو رو نمیفهمی و در ضمنم تو ناراحت نیستی از اینکه مردم دارن بهت فحش میدن. فهمیدی مسلح شدن، گفتی الان میذارن دخل منم میارن. آخوند تیزی بوده، رفته فرد پس رو ریشش هم میزنه. این به زودی در دو سه هفته آینده در لندن خواهید دید یه رستوران جدید باشده به نام چلو کبابی داریوش شیشو. کی با کرده؟ همین یارو با کرده. همه چلو کبابی هم چیز ما نیا کن، چلو کبابی کوروش ما ندیدیم پادشاه به اون بزرگی شد. چلو کباب فروش، چلو کبابی خشایار دریای مدیترانه رو رفت قبضه کرد، سطحش اومد در حد چلو کبابی تو دوسلدورف. فروشگاه نمیدونم داریوش اول، کبابی یزگرد. یزگرد اگه میدونست یه روزی کارش به کباب کوبیده میرسه، بنده خدا اصلا حاضر نمیشد یز داره که اصلا گرد بشه بیچاره. بنده خدا کار مملکت ما رو نیاکن به کجا کشید. آقای احمدی اینها رو چیز چرا شما انتقاد میکنید؟ ما اسامی پادشاهان رو اصلا پادشاه رو چی گذاشتین؟ رو چلو کبابی؟ بستنی فروشی باز کرده بودن توی هلند، بعد زده بود چیز بستنی ساسانیان. گفتم دمت گرم. سلسله ساسانیان شد بستنی فروش، سلسله هخامنشیان هم حتما میشه آبگوشتی میشه دیزی فروش. شعور که نباشه جان در عذاب دیگه. مگه نمیدید خواننده هایمون وقتی میرن کم میارن اون بالا سری به گروهشون میگن چیزو بزن، ای ایرانو بزن، مثلا انگار میخواد چیزو آمنه رو بزنه، ای ایران ای مرد. بلافاصله مردم جویه میشن فندک روشن میکنه، یارو دیگه نمیکشه بخونه، سری میزنه به زهرای کربلا ای ایران میخونه. از رفیقش بپرسه چقدر جمع شده میشه، میگه بد نبود کنسر خوب بود، میگه پس یه دفعه دیگه تکرارش کن، بیشتر داد میزنه، ای دشمن از تو سنگه با. شروع میکنه دیگه داد زدن. همشون مزدور، همشون به خدا هیچ کدومشون سالم نیستن. خدا رو شکر به میمنت مبارک انقلاب کثیف اسلامی تمام دستا رو شد. دیشب حضور یکی از عزیزان عرض میکردم من تعجبم شاهنشاه آریامهر چطوری موفق شده 37 سال، نه 37 روز، 37 سال چطوری موفق شده بود برای مملکت حکومت کنه با این آدم ها. تازه اینا از یه صافی 40 سال هم رد شده. مثلا شما حسابشو بکن 37 سال بغل دستت یه آدمی باشه مثل تقی‌زاده، شهرام همایون، علیرضا میبودی، نوری‌زاده، فردوس، قره‌باغی، ازهاری و امثال ها. اینا دیگه بیشتر نداشتیم که همینا بودن دیگه. تازه اینا یه نسل جلوترشن. 37 سال اینا بیان بشن مثلا مشاور و چه بدون به هر حال تو دربار و چه. بعد از دلش معلومه که بعد کی اومد بیرون دیگه، اون که ترورش کردن تو مسجد نظامیه. بله بله همین امروز و فردا رزمارو یه ذرم یه گوشت میومد رو شکر، چون یا با کودتا برشون میداشت یا مثل اون تیمور بختیار ابله. خائن سر سگ میزنی خائن میاد بیرون از اون مملکت. تو این آلمان تکون میخوری از در دیوار نعمت میریزه، تو مملکت ما تکون میخوری در دیوار خائن میریزه. چرا واقعا اینطوریه آقای احمدی؟ والا کار محققینه، ولی من محقق نیستم. به اندازه سواد خودم اینو میدونم که مهمترین دلیلش حمله تازیان بود. اسلام باعث شد که ملت ایران بزدل بشه، از خودش بیگانه بشه، هویت خودش رو شما میخواید به یه ملتی حکومت کنید تاریخش ازش بگیر، هویتش. چرا هیچ کس تو دنیا نتونست اسرائیل و پوزش رو به خاک بمانه؟ چون اسرائیل از روز اول پایه رو خوب گذاشت، گفت ما تنها کشور یهودی جهانی تو دنیا، تمام یهودی ها بیاین جمع بشین مملکتتون خونتون رو بسازی، اما به دو چیز باید احترام بذاری، یکی به پرچمتون، یکی به ملیتتون. اینو نباید فراموش کنید. برای همین هستش که اسرائیلی ها معنای کشورداری رو میفهمن که اگر اسرائیل رو ما دست بدین تموم کارمون. دو مرتبه یه هیتلر دیگه میاد قلقممون میکنه، دو مرتبه آواره میشین،
دو مرتبه باید بریزیم تو کشتی ها و آواره دنیا بشه. ما یه خونه باید داشته باشیم. ملت ایران اینو از یادش رفته، هویت ملیشو فراموش کرده. ملت ایران یادش رفته چی بوده که به کجا رسیده. چرا شاهنشاه آریامهر اومد 2500 سال رو راه انداخت؟ چرا اومد اون همه تشکیلات و چادر بیار و وسط بر بیابون و کار ساده ای نبود؟ اون همه نخست وزیر و شاه و ملکه و رئیس جمهور رو چه بود؟ نماینده های کشورهای جهان رو، همه کشورهای جهان جمع بشن بیار بکنشون اول توی اون چادر، بعد اون پول خرج بشه و اون رشه بیاد از جلوی چشمان کور شده اینا رد بشه، اون تاریخ رو. چرا شاه این کارو کرد که به ملت بگه بابا ملت این بودین شما، تاریختو نگاه کن، دارم بهت نشون میدم. سربازان هخامنشی رو نگاه کن، سربازان ساسانی رو نگاه کن، سربازان نمیدونم اشکانیان رو نگاه کن، بعد ببین بعد از اسلام چجوری شد، قیافه ها ببین چطوری شد، سلجوقیان رو ببین، صفویان رو ببین، صفاریان رو ببین، آل بویه رو ببین، دیلمیان رو ببین، غزنویان رو ببین، نمیدونم زندیه رو ببین، افشاریه رو ببین، همینطوری داشت تاریخ رو میبرد. بعد قاجاریه رو ببین، حالا پهلوی رو ببین، دیدی چجوری هی تاریخ دا ضعیف میشود؟ به قاجاریه رسید، دیدی قیافه سربازا رو دیدی؟ اونطوری بودیم ما. قزل باشا رو دیدی؟ اونطوری بودیم ما. حالا نگاه کن شد ارتش شاهنشاهی، قدرت نگاه کن، سپاهی دانش رو ببین، سپاهی بهداشت رو ببین، سپاه ترویج آبادانی رو ببین، ارتش قوی رو ببین، منم ببین به عنوان شاهد، شهبانور هم نگاه کن، ولیعهد هم نگاه کن، ببین به اینجا رسیدی. بعد بیشرف کافی اون آخوند مزدور کثیف انگلیسی رفت بالای منبر گفت کوروش آسوده بخواد تخمه مرغ شده دونه 2000. واسه خوبه شده بود دونه 2000 هر تخمه مرغ، که دروغ هم میگفت، تخمه دونه 2000 نبود. دو تا تخمه مرغ یک قرون بود، دروغ میگفت. بعد روش هم زده بود مهر، زده بود تخمه مرغ روز، یعنی رو همه تخمه مرغ بعد این مهر می بود، تخمه مرغ روز، تخمه گندیده بهت نمیدادن. و مردم هم تا یه شایعه می اومد قبول میکردن. چرا؟ سواد سیاسی پایین بود، که متاسفانه دولت هم مقصر بود، دولت نیومد به ملت ایران سواد سیاسی یاد بده. همش به ما شو رنگارنگ نشون میدادن و تو سینماها میرفتیم قیصر رو بهمون نشون میدادن، تو خونم داریوش اقبالی میومد میگفت برادر جان نمیدونی چه دلتنگم، تو گوشم میومد میگفت هابولی بابولی آبولی بابولی فل. سواد پایین نگر داشتن، مردم خیال میکردن که ای حق ما خیلی بیشتره، شاه داره حق ما رو میخوره، ما بیشتر از این حقمونه. از خودشون هم نمیپرسیدن چه حقی، چی دیگه میخوای داشته باشی؟ یه نفر تو خونه داره کار میکنه، 5 نفر داره میخوره، بچت داره مجانی میره مدرسه، تازه بهش کیک هم میدن، نوشابه هم میدن، شیر هم میدن، موز هم بهش میدن. ما یه دست لباس میپوشیدیم میرفتیم مدرسه، تمام لباس اون 30 تومن 40 تومن 30 تا 40 تا تک تومنی نمیشود. هیچ کس نبود که بگه من چکمه ندارم، من نمیدونم کفش ندارم، کفش ورزشی ندارم، لباس ندارم، کسی نبود. گرم کن یه دست گرم کن، شما تو مملکت میخواد چقدر؟ 8 تومن 8 تا تک تومنی، 10 تومن 12 تومن، خدا شاهده. یه جفت کفش فوتبال ما میخریدیم 3 تومن 2000. بعد ما خیال کردیم که مثلا باید این کفش بشه مثلا 6000. دیگه نمیدونستیم که دولت داره سوبسید میده. یه پاکت سیگار بینستون شما میخریدی 3 تومن 28000. در حالی که برای دولت تموم شد 3 تومن 5000. مردم اینا رو نمیفهمیدن. دولت هم توضیح نمیداد. آقای امیرعباس و حمیدا میرفت یه مش تکنوکرات برمی داشت از ماساچوست می آورد ایران، اونم میاد میگفت په 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 تهران چقدر کثیفه چه بویی میده. آقا میخواست تهران 1350 رو با شهر بوستون امریکا یکی بکنه که 200 سال پیش توش دانشگاه داشته. ایران هم میخواست با امریکا مقایسه کنن و شما هم داشتین سعی رو میکرد. بعد حالا میخوان ایران رو، بعد حالا یاد دادن به ایرانی که ایرانی بره بزنه تو سر خودش که ایران رو مثلا با افغانستان و پاکستان مقایسه کنه، که محل تفریح ایرانی بشه ترکیه، خاک بر اون سرتون کنن، که به این حقارت رسوندنتون. اگر حقیر نبودیم اینا نمیادن بگم ما مفسریم، حقیر شدیم که اینا دهنشون رو باید بکنن هر غلطی دلشون میخواد میکنن، هیچ کی هم نیست که جلوشون وایسه. چرا؟ میترسن، ایرانی ها میترسن، ترسو شدن. من تنها کسی هستم که جلوشون ایستادم، واقعا تنها کسم، هیچ کس نیست، تنها کسی هستم که گریبان همشون رو گرفتم، همشون جا زدم، همشون چلو دوربینا نشستن جا زدم و هیچ کسم جرئت نمیکنه دهن باز کنه. چرا؟ چون گنداشون همه با هم یکیه. یک کشور اینطوری داره میره تو سراشیبی سقوط که در بوداغون کردن یک کشور رو. من الان دیگه مشکلم رفتن جمهوری اسلامی نیست،
من میدونم اینا رفتنیه. مشکل من الان شده پس از جمهوری اسلامی. چه میخواید بکنید شما با این ملتی که 40 سال اینقدر میکروب و ویروس کردن تو مخش؟ 40 سال بیای به یه ملت اینقدر دروغ بگی؟ 40 سال از یه ملتی که تا دیروز تاریخ، تا همین 40 سال پیش همه دست همو میگرفتن، حالا همه براشون سر هم دیگه رو ببرن، بعد نشستن خارج از کشور میگن ببین با هم اتحاد بکنید. با کی اتحاد بکنید؟ کی رو میخوای با کی متحد بکنید؟ چی رو با چی میخوای متحد بکنید؟ سنی چاقو برشته سر شیعه رو داره میبره، شیعه رفته بم میذاره تو مسجد سنی، یهودی ها رو هم دم تیغ دارن همه رو میگذرونن، بهایی ها رو دارن میکشن، زرتشتی ها رو همه رو زدن درب داغون کردن، آتشکده هاشون همه رو زدن منفجر کردن، مسیحی های مملکتمون بیچاره ها، مسیحی بدبخت تو ماه رمضان میاد بیرون بدبخت، حق نداره هیچی بخوره، حق نداره عرق و آبجوی خود که خودش دور خونش درست کرده حق نداره اونو بخوره، بگیرن شلاقش میزنن. ما اینا رو میخوان چجوری درست کنی؟ شما چطوری میخوان یه مرتبه دو مرتبه بیان تو مملکت یه سری پرستار با شرف و تربیت بکنید به اون مملکت تحویل بدید؟ برید ببینید پرستارای مملکت اون به چه روزی افتادن؟ آمپول هوا میزنن تو دست بیمار. چرا وارثینش اومدن میگن بیا این چک 5 میلیون رو بگیر ترتیب اینو بده، این دیگه از این اتاق نیاد بیرون. تو چجوری میخوای دوباره این پرستارو بهش درس انسانیت یاد بدی؟ چطوری میخوای به اون دکتر، به اون پزشک درس انسانیت یاد بدی که وقتی بیمار زیر دستشه چک واسش میکشن فلان خونه رو میکنیم به اسم 500 میلیون چه میدونم 600 میلیون نذارین دیگه از تو اتاق عمل سالم بیاد بیرون؟ چرا یارو طرف پول داره میخوان ارث میراثش میکشن بالا، مرده رو از زیر خاک میکشن بیرون، انگشتشو میزنن زیر چک و سفته به نفع خودشون، مال اموال همدیگر دارن میخورن. من مشکلم پس از جمهوری اسلامیه. خیلی حمله سختی به ما شد. از کجا اومد؟ از حمله تازیان. رضا شاه بزرگ، آریامهر بزرگ اومدن رفته اثرات اون حمله رو تا حدودی تا اونجا که تو توانشون بود یه ذره این اثرات رو پاک کردن، یک هجوم دیگه به ما شد. حالا اثراتش ببین چجوری زده بیرون. دانش آموز بلند شده یقه معلمو گرفته تو کلاس بزن معلمو داره میزنه. دانش آموز مملکت به هر دلیلی تو غلط میکنی معلمو میزنی. آقا تلفن منو گرفته، تو اصلا غلط میکنی با تلفن میری تو سر کلاس، بعد بچه‌ها دارن پاس کن. آقا رضا دمش گرم نگاه کن پسره چجوری معلمو زد، خفه شی. اون معلم ولو حزب اللهی ولو حراستی ولو امنیتی به اسم معلم تو اون کلاس اومده، فرهنگ مملکت رو درب داغون کردن. بعد بیشرف اومده بود توی از نوفل اشاتو آورده بودنش توی بهشت زهرا، بعد میگفت فرهنگ ما را نابود کردن، مملکت ما را نابود کردن. اصلا اون مملکت تو بود بی شرف آخون. از کجاش بگیم با اون فریسا؟ درد خیلی زیاد. دقیقا درد خیلی زیاد آقای احمدی، برای اینکه 40 سال به همون دروغ گفتن، 40 سال سرمونو کلاه گذاشتن. ببینید خانم هایی که مثلا میان توی خیابون ها جلوشون رو میگیرن یه ذره موهاشون پیدا بشه، همین که دم انتخابات میشه از همون زنها به عنوان وسیله استفاده میکنن برای اینکه خودشون رو موجه جلوه بدن. ببینید اینطوری میشه. یعنی الان خیابون های ایران همون خانم هایی که 2 روز پیش جلوشون رو میگرفتن این فاتی کماندو ها که چرا موهاتون بیرونه، چرا شالتون اینطوریه، چرا لباستون کوتاست، چرا ساپورت پوشیدید، همین فرداست که پوسترای کروبی و موسوی و خاتمی و اینا رو دستشون بگیرن بیان تو خیابون ها بگن بیان برین رای بدین. این یعنی چی؟ یعنی دوگانگی، یعنی دروغگویی. و متاسفانه این چیزیه که ما تو این 40 سال یاد گرفتیم. خب سپاسگزارم از شما جناب آقای احمدی، استفاده کردیم، برنامه بسیار پرباری بود. امیدوارم که بتونیم شاهد خبرهای خوب باشیم و از همین تریبون با شما جناب آقای احمدی خبرهای خوبی رو بتونیم به مردم دنیا انعکاس بدیم و به زودی زود ایرانی آزاد و آباد رو پیش رو ببینیم، نه در سراب، نه در آرزو و نه در رویا، بلکه در حقیقتی که خیلی زود به تحقق پیدا کنه. سپاس از شما، تا هفته آینده
با شما خداحافظی میکنم. اگر پیامی دارید، صحبت آخری دارید، در خدمتی. قربون شما، منم سپاسگزارم از شما و از همکار محترمتون با این دکور زیبایی هم که امشب درست کردن، از همه بینشگران عزیزی که عرض کنم برنامه رو نگاه کردن. من همیشه میگم امید دارم، شکی هم ندارم به امید خودم. امید دارم که ملت بزرگ ایران سرانجام در یک رستاخیز ملی فرقه تبهکاران رو از اون بالا به پایین میکشه. شکی به این موضوع ندارم، مطمئنم کاملا مطمئن. ما جمهوری اشغالگر اسلام رو پایین میکشیم و یک بار دیگه ایران رو برمیگردونیم به دوران مجد و شکوه ایران پادشاهی، در دوران پر افتخار و طلایی آریامهری، دوران پر افتخار پهلوی، به پادشاهی علیرضا سیروس رضا شاه دوم، پهلوی سوم، به راستی تنها امید واقعی ملت ایران و تمام ملت‌های اون منطقه که این رو ملت ایران ثابت خواهد کرد. بنابراین از شما هم سپاسگزارم بانو پریسا و امیدوارم که هفته آینده هم در خدمتتون باشم. آینده باد ایران، جاوید شاه. سپاسگزارم. سپاس از شما، تا هفته آینده، بدرود.